سلام و صد درود میریم برای نقشه راه امنیت اندروید از زمین خاکی و قراره که اگر که هیچ چیزی راجع به امنیت اندروید نمیدونید رو یک نقشه رای ما به شما بدیم تا بتونید این مسیر رو پیش برید تا بتونید به یک منطقه خوبی از امنیت برسید و بتونید حتی مثلا کسب درآمد کنید یا تا خوش بگذرونید باش یا هر چیز دیگه خب من یک ریپازیتوری گیت ها آماده کرده بودم همین چند ماه پیش و حالا یه سری بلاک پوست هم راجبش نوشتم و حالا تو این ویدیو تصمیم گرفتم که یک کمی بیشتر راجبش صحبت کنم و تک تک مراحل رو یک کمی بیشتر باز کنم و توضیح بدم اما خب خیلی نمیخوایم وارد دیتیل فنی کار بشیم فقط قراره که من اون مسیر و چیزهایی که وجود داره و حالا موانعی که هست از این جور چیزا رو صحبت کنیم با هم سری راجع به ایده هایی که حالا من چی شد اصلا به اینجا رسیدم یعنی رفتم تو فیلد امنیت اندروید یا مثلا حالا چی شد و اینجور جور کمی راجع به بیشتر میگم مطالب تئوری و قرار نیست مثلا بریم حالا این توی این لایو هم با هم حالا یه چیزی رو هک کنیم یا حالا بانتی بزنیم نه قراره که میگم بیشتر راجع به ایده ایدههام در واقع صحبت کنم باتون و اینکه این مسیر چطوری طی میشه و اینجور چیزا امیدوارم که خوش بگذره به جفتمون البته که جفت فکر نکنم باشیم چون من یه نفرم و شما احتمالا بیشتر از یه نفر باشید خب اولا که داستانش چیه این ریپوزیتوری توی گیت هاب که اسمش است در واقع سرواجه های اندروید سیکیوریتی تریاق هستش و حالا اندروید سیکیوریتیش که واضح تریاقش هم همینطوری ما گذاشتیم که کمی ایرانیزش کنیم و <applause> یونیک باشه تریاق هم که میدونید در حالا گذشته در مقابل زهر و سم و اینا بوده یعنی یک چیزی که شما وقتی مریض می شدی یا مصموم می شدی که از اون تریاق به شما میدادن که حالا من نمیدونم واقعا چی بوده و خوب میشدی خلاصه اینم هم همینطوریه ما توی این ریپازیتوری سعی کردیم که حالا یه سری چیزا رو جمع کنیم دور هم دیگه و این مسیر رو روشن کنیم که شما بیای اگر که بخوای مثلا همین فیلد امنیت اندروید شروع کنی دیگه راحت باشه دیگه یعنی همچین حکم تریار رو برای شما داشته باشه آره داشتم میگفتم که خلاصه من اینو 5 6 ماه پیش بود فکر کنم آره تهیهش کردم و خیلی حالا با چند نفر مشورت کردم و تونستیم یه چیز خوبی از کار در بیاریم بعد آره منتشرش کردم و خدا رو شکر بازخورد خیلی خوبی گرفت یعنی در سطح بینول تونستش که یه کمی تقریبا همه اونایی که حالا من فالوشون میکردم توی حالا این فیلد اونا چیز کردن یعنی اومدن پیگیر شدن شیرش کردن این و خوب دیده شد و حالا با هم میریم توشون نگاه میکنیم الان فکر کنم حدود 300 تا استار هم داره و دیگه فکر کنم 300 تا استار برای ریپو اندروید سان سکیوریتیش نقش را اینا خب من کی هم میکنم راجبه خودم صحبت کنم ولی امیدوارم که خب خیلی حمله بر خود ستایی نشه و وبلاگی من دارم آه، اصلا قبل از وبلاگ علی رضا رضایی هستم من احتمالا توی حالا پوست راوینا و اینا دیدید عکس و اسم منو حالا اینجا بگم شاید ندیده باشید یه وبلاگی من دارم مستر آر حالا مطالب راجع به برنامه نویسی و امنیت و حالا یه سری چیزایی دیگه که حالا وقتایی حال میکنم میذارم اینجا توییترم هست که تویترم خب خیلی همش فنی نیست که انتظار داشته باشد. همش مطالب فنی اونجا بذارم نه آدم دیگه همه چیز میذارم گیت هاب و اینستاگرام و تلگرام و ایمیل هم اگر که خواستید سوالی چیزی بپرسید قاعدتا معمولا و لینکدین خب حالا من خودم به شخصه الان که چه فیلدی مشغولم بیشتر توی همین امنیت سایبری و مخصوصا توی اندروید هستم ولی خب خیلی روی فیلد چیز نیستم که فقط من همین کار بکنم و بخشی از کارم هم لیترالی معلمیه و حالا به هر کی میگم که من معلمم خیلی باورش نمیشه و از اون طرف هم به هر کی توی معلمم میگم که من آره تو این فیلد مثلا کار رو کنم و اینا میگن نه بابا بیخیال معلم مگه نباید هر روز با پراید سفیدش با اون کچل وارد توسیش بره مدرسه و برگرده اینجوری نیست نه اینجوری نیست خیلی آره من معلم هنرستانم و کامپیوتر درس میدم حالا ولی خب بیشتر تایمم هم رو همین اندروید سکیوریتی یا حالا فیلد های دیگه سکیوریتی میگیره حالا میخوام بهتون توضیح بدم که اصلا چی شد من وارد این فیلد شدم شاید حالا جالب باشه چون موضوع من همین نقش راهه خب خیلی ها اونایی که دنبال نقش راه هم معمولا سردرگ نمیدونن که ما این مسیر رو بریم این مسیر رو بریم این بهتره اون بهتره خلاصه میخوام که یک حالا استوری خودم رو که از اون اول که اصلا با کامپیوتر آشنا شدم تا همین الان که در این جایگاه رفیع قرار دارم بگم که چی شد اصلا داستان خب اول این این اینجا که شروع کاره فکر کنم همه معمولا با اکثرا هم همه که نه یه فامیلی داشتن یه آشنایی بوده و فتوشاپ کار میکرده یا یه تدوین فیلمی انجام میداده یعنی اون موقع شبیه مجیک بود این کارا حالا سال 90 مثلا اینا سال 1390 1490 که نه 390 آره 10 سال پیش میشه من دیدم مثلا دبیرستان اینا بودم دیگه دیدم ای چه باله مثلا فتوشاپ اینجوری برام دارید کله یارو برام دارید کله یکی دیگه, دیگه میذاری یا مثلا دماغ یکی اینجور میگیری بزرگ میکنی به کامپیوتر اون موقع علاقه شدم بعد سر همین قضیه رفتم رشته ریاضی که از اونور برم رشته کامپیوتر یعنی از همون دمیر میدونستم میخوام برم رشته کامپیوتر رو قبل همینجوری شد یعنی با دقیقا فتوشاپ و حالا بعدا تدوین فیلم و اینجور چیزا بود که من علاقه من شدم مثلا ایده ای راجع به برنامه نویسی و حالا امنیت و اصلا چی هست نداشتم همینطوری اومدم و حالا بعد دیدم که مثل که یه سری چیزایی هست که میشه باش سایت طراحی کرد واو من فکر کردم مثلا سایت یه چیز عجیب غریبیه هر کسی اصلا نمیتونه این کار انجام بده اه. یه مدتی رفتم دیدم آره میشه قشنگ دامنه خرید روش یه هاست باز خرید وصل کرد هم و همون وردپرس و بالا سایت داری دیگه تو بعد اون موقع هم نمیدونم حالا برای من جدید بود یا کلا مد شده بود این تبلیغات کلیکی گفتم خب میرم یه سایت میارم بالا و تبلیغات میذارم همینجوری ملت میان استفاده میکنن و هرجوری مثلا پولدار میشم با این قضیه بعد یه مدت گذشت دیدم خب نه من میخوام اصلا یه کارای دیگه ای بکنم نیاز دارم که اصلا یه جایی بتونم تغییر بدم رفتم که HTML CSS و اینا یاد گرفتم که بتونم پوستر رو مثلا خودم کمی تغییرش بدم تا دیگه رسید به دانشگاه رفتیم جا تو کنکور رو و اینا دیگه ول شد این قضیه دیگه بیشتر فقط درس می‌خوند رفتیم دانشگاه خب اولش چیز دیگه الگوریتم فلوچارت رفتیم یه کمی الگوریتم فلوچارت اینا رو یاد دادن بعد سی سی پلاس پلاس اینا بود که دیگه من فهمیدم آها پس برنامه نویسی هست که یه چیز اصلا دنیای عجیب غریبه دیگه است خیلی پاپال کردم یعنی به تایپ شخصیتی من میخورد تقریبا که بندازی یه گوشه ای با هیچ صحبت نکن فقط باید کار کنی توی پای دستگاه. خیلی خوبه دیگه برای درونگرا معمولا چیز جوابی بعد ترم یک اینا تمام شد رفتم ترم دو ترم دو آبجکت اورینتد رو با جاوا بهمون گفتم دیدیم خب ما اینجاییم و منم خیلی اصلا نمی‌دونستم چی چیکار کنم یعنی پیچ ایده نداشتم حقیقتش که این کارو بکنم اون کارو بکنم جاوا رو که اینا من گفتم یه ما تقریبا مثلا کمی سرچ کردن و اینجور چیزا دستمون اومده بود که چه میشه مثلا یه پروژه رو جمع کرد و مثلا چیکارا میشه انجام داد اینجور صحبت ها. بعد گفتن که آقا الان که تو جاوا بلدی دیگه بعد مثلا برید یه فریم ورک یا مثلا بری بک رو کار کنی یه فریم ورک یا مثلا بری تو خط اندروید من گفتم اندروید باحال دیگه گوشی هم مثلا اندروید بود گفتم اونجا اپ بنویسم رو گوشی ها دیگه اجرا میشه تو اون موقع مثلا دیگه نهایتا ما رو چیز داشتیم دیگه اولش که این چیزای کنسولیه واقعا <تصفيق> <تصفيق> هیچ انگیزه ای به آدم نمیده وقتی یه اپ مثلا کنسولی میزنیم اوایلش میگم خب چیه این صفحه سیاه یه خروج مسخره همین بعد مثلا رفتیم جاوا کمی از این جی او آی و اینا داشت خب بال بود دیگه میزدی ویندوز مثلا دکمه میزدی و اینا بال بود بعد گفتیم بریم اندروید رو برای اینکه نمیزنم رو گوشی خودم حداقل اجراشه رفتم سمت اندروید کمی بعد دیگه تا یه مدت خوبی یکی سال یکی دو سال اینا بودم تو این اندرویده و همینجوری کد میزدم برای خودم و میرفتم و چند تا شرکت بودم پروژه مثلا اولش گرفتم رفتم توی پونیشا و حتی کار میکردم بعد یه جایی شد دیدم ای من دارم همینجوری صبح تا شب یعنی چند تا اپ چیز زدم فروشگاهی و اینا که دیگه معمولا وقتی یه فروشگاه میزنی هر چیزی که برای تو اندروید هست حالا معمولا هستش توش دیگه حالا به جز سری تو فیلدهای خاصش من دیدم هر پروژه جدیدی که دارم میزنم صرفا دارم قبلی کپی پیست میکنم مثلا این نمیدونم ریسایکلر ویو میزنم نمیدونم نوار و اینجور چیز بیزا که حالا اندروید دیولوپر ها تو مشتشون این چیزا دیدم آره دیگه اصلا حال نمیده همش دارم کپی پیس میکنم گفتم برم یه فیلدی که انقدر کپی پیسی نباشه در جایی که رسیدم مثلا بتونم این یه چالشاش بیشتر باشه کم پروسجو کردم و اینا گفتم خب پیداش کردم بریم سمت ای یه تغییر فیلد مشتی تقریبا دادم رفتم سمت ای آی یه کمی اونم باز یه سالی توش بودم توی فیلد AI. آی تا اینجا حالا خطی پیش رفت تا ای آی ولی از اینجا به بعدش دیگه ملتی ترد شد اینجا چند همین همزمان چند تا چیز رو با هم داشتم همجور میرفتم تا مسیر رو پیدا کنم واقعا تا اینجا که اومده بودم با هیچ کدوم مثلا حال نکرده بودم اونقدر که باید مثلا حال کنم بعد چون فیلدام زیاده کامپیوتر آدم دیگه میره دیگه حالا میام که مثلا کار باید کرد آره رفتن یه مدت ای آی ماشین لرنینگ و حالا اون الگوریتماشو اینا رو کار کردیم چند تا پروژه زدیم و کمی رفتیم جلو تا یه سالی مثلا دیگه دست اومده بود که تقریبا مثلا ای آی چی الگوریتماش چیکار میکنن نمیدونم فلان فسار از یه جایی بعد که شما توی ای آی میرسی دیگه مثلا اون ریاضیاتش خیلی نقش مهمی بازی میکنه و مثلا شما الگوریتم که میزنی اجرا میکنی مثلا دقت نداره باید حالا چه میدونم انجام بدی یا م... یه سری اون پارامترهای الگوریتم بالا پایین کنی تیون کنی بفهمی الگوریتم دقیقا مثلا خب میدونید ای آی هم یه سرید مشتق انتگرال و این چیزام داره حالا اوایلش که الگوریتم یاد میگیری داره بعد هم که بخوای مثلا الگوریتم بهبود بدی هم هست بازی یه سری چیزای ماتریس و کلی جبر خطی و از این جور هست من دیدم از یه جایی بعد دیگه فقط دارم این ریاضی میخونم اون چیز کامپیوتریش کم شده یعنی اون حالا پروگرامینگ و دیولوپینگ و ایناش کم شده همش دیگه چالشه یعنی من حالا من از کوپی پیس فرار کرده بودم بیام اینجا چالش داشته باشم دیدم بابا این نمیشه که من میشینم پشت کار همش دارم فکر ریاضی میکنم اصلا داغون دارم میشم دیگه فیلدم کامپیوتر نیست رسما یه ساینس ریاضی خیلی خرفتیه بعد دیدم که نه من واقعا مال این چیز نیستم مال این فیلد نیستم حالا شاید هم اشتباه میکردم ولی خب نه دیدم که میزان ریاضیش خیلی زیادتر از چیزی که من دوست دارم یعنی اونقدر را من به حالا ریاضی هم نمیخوام همش کار کنم ریاضی اوکیه ولی خب نه اونقدر که مثلا 70 80 درصد کارم اون باشه حالا بعد اینم دیگه گفتم نه اینم تایپ من نیست بریم بعدی بریم بعدی من همچنان دنبال این بودم که یه راهی پیدا کنم همونجوری بمونم دیگه نمیخواستم هی از این شاخه به اون شاخه بپرم ولی خب رسیدم حالا گفتم خب بریم دیگه بریم یه مدتی مثلا اینجا بود که تقریبا بکند و سکیوریتی رو با هم دیگه شروع کردم سکیوریتی هم داشتم میرفتم و چنده بودم که آقا سکیوریتی اصلا فیلد چیزی نیست خیلی نمیشه وارد شد بری توش مثلا 4 5 سال 7 8 سال طول میکشه تا به جای خوبی برسی و اصلا سکیوریتی همینجوری داشتم مثلا برای خودم میخوندم خیلی نرم و ولی خب بکن و مثلا اینا معمولا وقتی فیلدم عوض میشد معمولا خودش همجوری پروژه ای یه کارم عوض میشد یعنی خودش جور میشد مثلا یه یه دونه پروژه مثلا بکندی داشتم میزدم همجوری خودم میگم دیگه هم می دارم. حالا دوستان که حالا استاکارن که دارم میبینم فیلمو که من اسخای میکنم که دارم این چیزا رو توضیح میدم ولی خب چون اکثرا خب میخوایم از زمین خاکی شروع کنیم دیگه میگم مثلا شاید یکی اینجا باشه که کلا اولین چیزشی که داره توی کامپیوتر میبینه حتی سر همین من مجبورم توضیح بدم خب آره مثلا یه پروژه میومد چون چند تا فیلدم شما رد کنید مثلا هی عوض کنید دیگه میدونید که چطوری ذهنتون یاد میگیره دیگه ترین میشه دیگه جورایی شبیه همین الگوریتم ای آی این مغز ترین میشه که اگر من بخوام چیز جدیدی یاد بگیرم چه مراحل رو باید کنم مثلا من میخوام یه چیز یاد بگیرم اول میرم یوتیوب سری یه فیلمی میبینم که آقا کلیتش این چیه بعد مثلا یکم یک داکیومنتش رو میخونم بعد پروژه رو میارم بالا هی آزمو خطا میکنم تا یادش بگیرم اینجوری من مثلا یاد میگیرم کمتر مثلا کتاب میخونم مثلا بیشتر داکیومنت خوندم مثلا تا الان ولی خب یه جای مجبور شدم کتاب بخونم و آره رفتم بعد از یاد بکن کمی آره پروژه نمیدونم فروشگاه و نمیدونم از اینجور چیزا زدم حالا زبانشون هم دیگه چیز نبود دیگه چیز خیلی فرق نمیکرد برام چون تا اینجا مثلا جاوا و نمیدونم سی و سی پلاس پلاس و اینا زده بودم اینم پایتون و نمیدونم نوت جی اس و اینا میزدم دیگه همینطوری چون بخوای مثلا خیلی برام نویسی خفری نکنی تو اینجا اوکی دیگه همون کپی پیست ها رو میزنی و یه چیزی میاری بالا خلاص اینجا هم بودم سکیوریتی هم من رفتم سمت همین باینری بیشتر یعنی اکسپلویت و این داستان باینری و ریورس اونا و همین دیباگشون و اینجور چیزا یه چند ماهی هم توی این فیلد سکیوریتی بودم بعد دیدم خیلی جذابه خیلی خفنه اصلا میری توش دیگه نمیخوای بیای بیرون یعنی همینجوری این واقعا چون میری اون کفه اسمبلی و نمیدونم سی و اینا که میزنی میری توش قشنگ غرق میشه دیگه رسما گذرت ساعت و زمان اینا اصلا هیچی حس نمیکنی بعد دیدم که این خیلی فیل جذابیه ولی وقتی من میرم اینجا دیگه یادم میره که من یه انسانم که به نور هوا و غذا احتیاج دارم گفتم فیلش کن این خیلی من برم تو این اصلا بیرون دیگه نمیام همه گردن و کمر و اینا رو دارم از دست میدم چون که گذر زمان واقعا متوجه نمی شدم وقتی میشستم پشت مثلا امنیت و حوزه حالا باینری بعد گفتم خب برم فیلدهای دیگه هم یه تستی بکنم حالا اینا میگم چند شاخه با همه در همین حین رفتم یه شرکتی به عنوان دیوابس به عنوان کارآموز دیوابس و حالا اسم این هم که کار کردم کلا نمیگم که مثلا تبلیغ نشه آره رفتم دیوابس و یه سالی هم توی دیوابس ما خدمت رسانی کردیم به جامعه تکنولوژی ایران و چرخی زدیم نه دیوابس هم مثل اینکه چیز نیست دیوابس مثلا از اینش خوش اومد که رفتم تجربه کردم که آقا دیوابس که کلیت کارش حالا به قول دوستم دیوابس رو تعریف میکرد میگفتش که وقتی کار برنامه نویس تمام میشه کار دیوابس کارش شروع میشه که حالا همون دیپلوی یا سی آی سی دی و اینجور چیزا هست آپریشن های روی سرور و اینجور چیز یه چیز دیوابس که من اذیت میکرد بود که خیلی استرس استرسش در واقع زیاد بود واسه من چون که مثلا یه خوابیدی چه میدونم یه دیتابیس میاد پایین به زنگ میزن آقا دیتابیس پایین باشه کار بکن سایت ما بالا نمیاد دونم چی چی بعد توی حالات سایت های حساس و اونا که بازی زیاد دارم مثلا هر ساعت یا دقیقه که مثلا سایت پایین باشه یه دقیقه ای طرف داره ده میلیون ساعت میلیون داره ضرر میکنه بعد خیلی حساسه دیگه کارت یعنی به شدت حساسه و نکته اساس سرش اینه که وقتی من شرکت بیرون کارم تمام نبود یعنی باز مثلا یه مشکل پیش می دیگه حالا به هر حال خلاص از این اس میزان استرس دوابس هم خوشم نیومد واقعیتش و تمرکز اصلی مو دیگه گذاشته بودم روی سکیوریتی باینری و بیخیالش شدم دیدم این اصلا من میرم تو این نمیتونم بیرون میرم رفتم یکم سمت وب و چند تا کورس رو همینجور میدیدم و اینا دیدم چه جالبه مثلا فلان بعد یو یه روز یکی از این دوستان امنیت کار که حالا میشناسید باز اسمشو نمیبریم نشسته بودیم یه جایی گفت آره فلان چیز رو تو که قبلا اندروید کار کردی اینجا تو این قسمت من یه دونه اپ دارم میخوام که چیز کنی تو باسم این SSL پینش رو برداری یعنی SSL پین دیگه چیه ما کلی اپ اندروید زدیم اس دیگه چی اصلا دیدم ای پس مثلا اینکه این, این اندروید هم سری چیزای امنیتی داره که ما همجوری میزدیم و اصلا کاری نداشتیم که میزدیم کار میکرد اون کسی هم که, که الا پروژه رو تحویل میگرفت اصلا امنیت و ایناش براش مهم نبود فقط می‌خواست یه فروشگاهی باشه که ملت خرید کنه و کار کنه دیگه و همین انتظاراتش رو فراهم میکرد و او کلی داستانه توی امنیت که توی اپی میزنین امنیتش فلان باشه فسار باشه اینجوریش کسی بهش نفوذ نکنه دیدم اوه چه دنیای باحالی و اونجا جرقش خورد که من وارد امنیت اندروید شدم حقیقتش که مثلا سه, سه, چهار سال پیش مثلا میشه دو سه سال سه چهار سال واردش شدم ولی خب این میزان سالم معیار دقیقی نیست برای اینکه حالا بگیم من چند وقت دارم کار میکنم یکی مثلا میبینی یه سال کار میکنه روزی یه ساعت یکی یه سال کار میکنه روزی 14 ساعت خب حالا من معمولا زیاد پشت سیستم هم. دیگه به جز وقتایی که خوابم هم غذا میخورم پشت سیستم خب خوب یعنی کلی کار کردم تو این زمینه امنیت اندروید یه سری حالا پنتستا کردم رو اپای مختلف و کلی حرکت حالا زدم خلاصه با یعنی کلیت کار اندروید سکیوریتی خلاصه میگم الان یه دو سه سال توش هستم و با مباحثش آشنام باز اگر حمله بر خود ستایی نباشه اما خب متوقف نشدم نگفتم حالا من فیلدمو و چیزم همینم و جای دیگه نمیرم و اصلا هرچی بشه من تو همین عمیق میشم دیگه کاری ندارم با این چیزا نه خودم من خیلی با اینکه یه فیلد و مثلا ده سال یه کار کنم نیستم حقیقتش تو اینجا ولی خب تا الان مثلا دیگه یه دو سه سالی استیبل شدم توی سکیوریتی کم استیبل شدم و خیلی حالا تمایل ندارم دیگه فیلدم و خیلی عوض کنم چون که اوکی به نظرم همینه که من جاهای مختلفی دنبالش گشتم و الانم مثلا یه میرم مثلا چه الان مثلا هم آیو استیکیوریتی هم میخونم خودم ببینم که اون چطوری اتفاقا خیلی شبیه اندرویده و توصیه میکنم اگر که اندرویدو بلدید بریدونم این نگاهی بندازید خیلی به شدت شبیه این از روالی بود که حالا من تو این ده سال میشه گفت تی کردم تا رسیدم به اینجا که آره مسیرم بالاخره پیدا کردم و خیلی خوب هستن نه مثلا همین ده سال و طرف همین سی پلاس پلاس مثلا اون اول یاد گرفته ده سال سی پلاس پلاس بلد این دیگه این سی پلاس پلاس مثل موم تو مشتش هست و هر چیزی بهش بگید اون با سی پلاس پلاس میزنه ولی من دقیقا مستاق اوگیانوسی با عمق یک سانت میگن چی میگن؟ واقعا منم یه کم یک سانتم که از هر چیزی حالا یه چیزایی میدونم با هر کدوم یه چند تا پروژه زدم جنرالیست شدم در واقع اینم خب یه مسیر دیگه این آدمایی که جنرالیستان به درد یه کارایی میخورن اون آدمایی که مثلا یه فیلد توش سنیورن و 10 سال 15 سال توش کار کردن به درد یه سری کارا میخورن خلاصه نمیشه گفت کدوم بهتره کدوم بدتره مولانا هم هر کسی تو هر کدوم هست میگه اون بهتره نمیدونم من که از چیزی که هست راضی هم خلاصه همین باز میگم الان چیزی که دارم از خودم تعریف صرفا انتقال تجربه است خیلی جالب نیست این هی به خودش صحبت کنه نمیدونم یه ای anyway, این داستان این بود که من تکامل رسیدم به اینجا حالا نه که فتوشاپ این میمونه نیست قطعا الان یو آی یو ایکس چیز نشن یه توهین آمیز نباشه براشون سکیوریتی مثلا این انسانی نیست قطعا ولی از قرار یه تکامل و اینجا با این نشون دادم گیر رنه خب این فیلمی که قراره بریم جلو فیلم ارائه یا هر چیزی که بهش بگیم برای کیا مناسبه اولا که برای چه کارهایی هست برای کیا مناسبه خب برای سکیور کدینگ سکیور کدینگ همون داستانی که گفتم بهتون که من رفتم والد فیلد ارو سکیوریتی شدم و دیدم چقدر من مثلا کد مزخرف زدم و اصلا کسی هم متوجه نشده و کلی باگ امنیتی داره اندروید دیولپر باید که وقتی یه جایی به صورت هرفهی دارن اندروید دیولپ میکنن حتما حتما باید مکانیزم امنیتی رو رایت بکنن و بهش میگن سیکیرو کدینگ من بدونم چه جایی چه جاهایی میشه اون مثلا کد رو به صورت حالا یه چیز بعد ابیوز کرد توی استفاده کرد امنیت اپ کاربر بیاد پایین اگر من چی کار کنم اینا امن میشن هم اپ هم حالا اطلاعاتی که کاربر داره این توی فیلد سیکیور کودینگ دیگه حالا برای همه زبان برنامه نویسی و حالا بک اند فرانت اند اینا کودینگش هست یه دونه سیکیور کودینگ هم که توی اندروید دمنوش بفرمایید بعد برای اپلیکیشن پنتست یعنی که توی حالا روال مهندس نرم افزار وقتی میخوام یه اپی رو تولید کنم یکی از اون مراحل حالا یه سری میگن آخرش یه سر میگن اولش باید این اینا تعیین بشه که ما کجا رو میخوایم تست کنیم از امنیتی حالا کار نداریم یه جایی از این چرخه تولید نرمافزار اینه که من بیام اپ هم از لحاظ امنیتی ارزیابی کنم ببینم که کجاهای این اپ یا حالا هر چیز سایت هر جایی مشکل امنیتی داره یکی میاد رسما میشینه اون سایت یا اپ ما رو شروع میکنه بهش حمله کردن و یه سری باگ ها رو یه سری لیست لیست حالا استاندارد شده هست میگه که آیا این اپلیکیشن این باگ داره بله خیر. این باگ داره بله خیر. این باگ داره بله خیر. و اگر که این باگ داره چطوری برطرف میشه این مثلا طبق گزارشی حالا تحویل میده به اون کارفرما حالا مثلا هم شرکت هایی هستن که پنتست میکنن یعنی کارشون پنتست هم توی تیم ها هستن یک مثلا یک نفر توی اون تیم اجایل مثلا کارش ارزیابی امنیته یه سری هم که کلا اوتسورس آوتسورس میکنن میدن به یه نفری بیرون یه کارش درسته مثلا اون براشون پنتست میکنه دوره میاد توی شرکت قضیه حالا متفاوته دیگه داستان و برای چی خوبه این کار که ما یاد بگیریم برای باگ بانتی سوامی حالتشه باگ بانتی هم احتمالا حالا بدونن اکثر ولی خب من یه توضیح دیگه میدم برای دوستانی که حالا تازه وارد این فیلد شدن میگم چون من معلمم هستم احتمالا یه سری دانش آموزا هم حالا پایه دهم تا دوازدهم ده که رشته شما حالا کامپیوترم هست دارن نگاه میکنن اینو من بیشتر حالا توضیح میدم لطفا باز اوکی باشید باگ مانتی داستانش اینه که یک سری یعنی در واقع دیدن که آقا این پنتسته که دارن هر دفعه تو این چرخه توسعه نرم افزارش انجام میدن خیلی دموده شده یعنی کلی طول میکشه تا دو دوباره پنتست دوباره روش انجام بدن مثلا میبینی سال یه بار فقط دارن پنتست میکنن و این سری باگا که در طول این یک سال به وجود میاد دیگه اصلا بررسی نمیشه و از طریق همون باگ ها مثلا به سازمان و شرکت و اپلیکیشن و همه چیز حمله میشه بعد گفتن که ما باید یک پلتفرم میو بذاریم وسط که همیشه در حال پنتست باشیم ما هیچ وقت نباشه که من بدونم که آره الان من پنتست نمی کنم خودم اون این یه پلتفرمی گذاشتم به بانتی که هم ایرانیش هست هم حالا خارجیش که راورو هست ایرانیش حالا معروف ترینش و خارجی هم که هست که هکروان و با کراود و اینا داستان اینه که شرکت ها و اونایی که نرمزار دارن میان اونجا میگن که ما فلان بخشای سایتمون فلان بخشای اپمون در اختیار شما در اختیار شما هکرهای کلاسفید بیاید اینو بزنید هکش کنید هر باگی که پیدا کرد به ازای میزان افیشنسیش میزانی که حالا فارسیش نمیدونم چی میشه میزان سویریتیش نمیدونم میزانی که دمیج میکنه به سایت میزانی که خطرناک اون باک مثلا که بیشتری میزانش فکر کنم آرسی بتونی روی سرورهای طرف کد اجرا کنی به اون میزانی که تونستی به طرف آسیب بزنی میزان آسیب پذیرید بهت یه پولی میده دیگه مثلا هر شرکتی هم فرق داره این بیشترین پولش مثلا فرض کن 100 هزار دلار یه شرکت دیگه بیشترین پولش هزار دلاره مثلا میری مثلا هکرای کلاسفید میرن اونجا شرکت ها و سایت ها و اپ ها هستن اونا رو شروع میکنن بهشون اتک کردن هر بایی که پیدا کنن به ازای اون یک پولی دریافت میکنن دیگه سبک درآمدی خاص خودش حالا این داستان کلیت باگ بانتی یا برای فان مثل من که همینجور برای فان واردش شدم و دیگه هنوز نتونستم خارج بشم بال با دیگه شما هر اپی که توی مثلا گوگل پلی و کافه بازار اینا هست میتونید بردارید توشو باز کنید چه خبره چی کار داره توش انجام میشه کار جالبیه حالا در کل و حالا ممکنه یه سری مثلا از پنتست وب اومده باشن توی اندروید اینا خب کارشون کمی راحت تره دیگه چون یه بخشی از پندس انروید که داره کار با سرور انجام میشه باید دقیقا همون اکثر کارهایی که توی وب انجام میشه اینجا هم انجام میشه دیگه ای پی رو در میاری شروع میکنی حالا به اون اتک کردن و همین حالا برای این کارا هست که کارهای حالا اکثر سوبره اکثرشون کارهای دارکتری هم هست دیگه شما اگر هک کردن مثلا یه اپو برات باشید میتونید باش انجام بدید ولی خب درست نیست خیلی چاقو دیگه چاقو هم آدم میکشه و همون داستان قدیم هم, هم پرتغال پوست میکنه خلاصه اینا کارهای خوبشه کارهای بعدش هم اینجا لیست نمیکنه چون خوب نیست نکنید و خب بریم سراغ نقش راهمون ببینیم که اصلا چیه این ریپوزیتوری که ما میگیم بعد بریم بخونیمش خب من اینجا میزنم اندروید سکیوریتی تریاق گیت های من آر علی رزاست و میتونید حالا ببینید ریپوزیتوری اون اینه بالا 390 تا استار خورده 80 تا فورک و آره میگم چند ماه پیش 5 6 ماه پیش فکر کنم آخرین اولین کامیتم آره بعد موقعی منتشرش کردم جالبه که فکر میکنم مثلا یه چیز اوپن سورس و حالا هر روز یه نفر میاد کامیت میکنه اینا دیدم که اصلا یه نفر یه اومد فرداش یه نفر اومد بعد از اینکه منتشر کردم گفتم آها اینه هر روز حالا من باید وقت خالی کنم براش اینه اونو جواب بدم هی hey, داره یکی پول ریکوست میده فلان بعد دیدم یه نفر فقط اومده لورد اف دس هم هستن رو نمیدونم ایرانی خارجیه لورد آف دسک اومد دیدم که کیا... ایول صبح شدم دیدم یه ایمیل پول ریکوست برام اومده گفتم خب این کیه داستانش ایول حالا کلی خوشحال رفتم دیدم اومده یه غلط املایی از این ریتمیا گرفته <applause> خیلی خلاصه جالب بود بعد از این به بعد که این لورد آف دست اینجا پول ریکوست داد دیگه کسی پول ریکوست نهارده. حالا اه... امیدوارم که به درد شما بخوره و یه جایش هم شما کامل کنید خب اه... چند تا بخش اصلی داره این ریپوزیتوری که صفر رو این قسمتش رودمپشه که همین شکل است که اینجا هست یه این رود که هشت تا مرحله داره مرحله صفر تا هشت و حالا تو هر کدومش رو تک تک قرار توضیح بدم که قرار توش چه اتفاقاتی بیفته و خب بقیه بخشش هم که اینجا باز لیست کردم لبز و رایت سابز و رایت right هاپس so و بوکس کورس تولز چیت تاکس و حالا مثل که هیچ و اول من قرار رودمپ رو توضیح بدم بعد که حالا تموم شد بریم سراغ تک تک اینا تو هم یه چرخی بزنیم خب باز گردیم توی اسلایدا خب آها یه نکته مهمی که هست توی یادگیری که من بهش رسیدم اینه که من وقتی وارد فیلد جدید میشم البته مغز من بیشتر اینطوریه ولی شاید شما اینطوری نباشید البته این یه سری مزایای رو داره اونم یه سری مزایای خودش داره من به دو تا روش میتونم این چیزو یاد بگیرم خب اول مثل درخت اینا بهش میگن دیتا استراکچر درخت که هر کدوم میتونه چند تا داشته باشن و همینجور بره جلو خب من وقتی میخوام اینو پیمایش کنم این درخت رو دو تا کار میتونم انجام بدم یا میخوام من فرض کنم این چیزو توش سرچ کنم تو کل اینا یا میخوام ایتریت کنم روش را برم دو تا کار میتونم بکنم یا اول سطح یا اول عمقه bridge first search و depth first search دیگه دی اف خب دو تا راه من دارم یا اول سطح را رو برم a b c d e f یا اول امق برم a b a c e a d f اینجا مثلا زیرش هست دو تا راه میتونم برم اینم میزان عمیق شدن توی فرض کنید مطالعه بمونه من میتونم یه مثلا فرض من اگه اندرو سکیوریتی مثلا 10 تا بولت داره که باید یادش گرفت 10 تا چیز مختلف باید تو اندرو سکیوریتی برات باشه من میتونم یک کدومو بگیرم تا ته اون برم هر چی داره اون نداره رو بریزم بیرون داره رودش و یادش بگیرم هی تک تک همجوری تا ته برم و ببینم که چطوری داستش یا میتونم نه از ده تا چیزی که وجود داره من برم از هر کدوم ده درصد ده درصد از این ده درصد از اون همینجوری یاد بگیرم و این طوری پیش برم یه سطح یه درصد از کلش یاد بگیرم بعد برم یه درصد دوره عمیق‌تر از کل دورش یاد بگیرم این دو تا راهو من دارم دیگه توی وقتی میخوام چیزی یاد بگیرم حالا تو این فیلد تو این فیلد من به شدت توصیه میکنم که اول سطح همیشه پیش برید یعنی اول برید کلیت قضیه رو ببینید اصلا چیه چطوریه هر کدوم اینا بهشون چی میگن رو یاد بگیرید اول و بعدش حالا هی عمیق کنید کارو یه سری هستم مثلا اصلا شما الان شاد... اصلا ب... اه... علاقه نداشته باشید به این فیلد اینکه یک سطح شما برید کامل و خیلی هم سریع این کار رو انجام میدید دیگه اولا که بهتون اینو میگه که آره اصلا آیا من به این فیلد علاقه دارم یا نه بعدم اینکه وقتی شما یک دید کلی به سیستم داری خیلی راحتتر میتونی راجع به بقیهش تصمیم بگیری فرض کن مثلا من ده تا راه پیش رومه وقتی میخوام به یک نرمافزاری اتک کنم ولی فقط من یه راه تا ته رفتم و اون راه تست میکنم نشد خب چی دیگه این اپلیکیشن اصلا قابل حمله نیست ولی اگر من 10 درصد از کلش بدونم ممکنه یکی رو تست کنم بعد و ببینم خب من از جایی بلد نیستم میرم همون لحظه یادش میگیرم خب حالا یکم دارم پر حرفی میکنم قبل از چیز علی نداره خوبه یه نظری هم هست که توی یادگیری هست میگن توی یادگیری شما هر چقدر اشتباه بکنی به دردیوار بزنی و اینا یه جورایی توی لانگ ترم تو طولانی مدت بیشتر توی ذهنت میمونه هر چقدر که این مطلب راحت الوقوع راحت الوصول هر چیزی حالا راحت بهش برسی سریع یکی آماده کنه این چیزی بده لقمه آماده بخوری تمام شو بره این توی طولانی مدت توی ذهنت دیگه نمیمونه خب این اینجوریه دیگه تر مثلا چیزا رو نگاه توی کلاس های کنکور مثلا هیچ چی الان من از کنکور واقعا یادم نیست از مطالب کنکور مثلا 7 -8 سال گذشته هیچ هیچ ایده ای ندارم ولی مثلا میبینی یه مطلبی که کلی مثلا تو هم فیلد سکیوریتی کلی به دردیوار خوردم کلی سرچ کردم کلی امتحان کردم ببینم میشه یا نمیشه تا آخر شده فهمیدم راهشو این دیگه عمران از ذهن من بیرون بشون نیست به این راحتی ها مگر اینکه حالا بعد از 80 سالگی و اینا یعنی کامل تو ذهنم که چه کارا انجام شده چی شده و به شما توصیه میکنم که خودتون سعی کنید که انجام بدید میگن لرن بای دوینگ کنید تو این راه این توصیه بود که میتونستم بهتون بکنم هر چقدر یه چیزی دا دارید سخت یاد میگیرید خوشحال بشید به جای اینکه ناراحت بشید ما اولا خورد میشه میگیم ای بابا این که اصلا هیچی توش نیست و اصلا من با چی کار بکنم و این سردرگمی و این حیرته هی آدم اذیت میکنه و یا بیخیال اون راهه میشه در صورتی که توی لانگ ترم اون بیشتر به درد میخوره دیگه اگر که هدف لانگ ترمه اگه هدف لانگ ترم نیست نه هر چقدر که مثلا یه کورس آماده بری ببینی تمام شه بره این توی, تو لن... توی کوتاه مدت جواب تر خب بستگی داره که من کدوم رو دوست داشته باشم دیگه لانگ ترم یا شورت خب اینم از این و یه نکته دیگه هم که بگم قبل از اینکه بریم تو کار اینه که من چون میخوام با یه سیستمی به یه سیستم نفوذ کنم خب باید اول خود اون سیستم رو بشناسم بعد راه نفوذ به اون سیستم من نمیتونم مثلا فرض کنید شبیه مثلا چیز دیگه شبیه این تعمیر کارا و ایناست تقریبا میشه گفت مثلا تعمیر کار چه میدونم یخچال یا آب مثلا خب مثلا من به جز این درجه آب گرم کن هیچ ایده ای راجع به چیزای دیگه آب نرم سر همین وقتی تا خراب میشه زنگ میزنم یکی میاد مثلا درستش کنه ولی یکی که کارش اینه تا حدودی میدونه که اون تو داره چه اتفاقی میفته خب و هر چقدر که این بیشتر بدونه که اون تو داره چه اتفاقی میفته موقع تعمیرش راحت تر دیگه خب و منم توی حالا امنیت و سکیوریتی و هک و حالا هرچی بهش بگیم هک میگیم که کولتر باشه توی هک اندروید هر چقدر که این سیستم رو بهتر بشناسم تر میتونم راه نفوذ بهش رو پیدا کنم دیگه فرض کنم من یه قفل باز کنم دنبال کلیدشم هر چقدر من بدونم این قفل ساز و کارش چطوری راحت‌تر میتونم اون کلید واسش طراحی کنم خب پس سر همین یه جایی لازمه که حتما من راجع به خود اندروید و نحوه کار اندروید هم بدونم من نمیتونم همینجوری بپرم توی همون راه های نفوذ به اندروید فقط میشه اونم یه حرکتیه به هر حال حالا اونم میگم تو خب اولا که قبل از اینکه وارد قبل از اینکه وارد خود مسیر بشیم یه سری پیش نیازا رو باید آدم داشته باشه دیگه مثلا این اندروید سکیوریتی قطعا نمیتونه اولین فیلد ورود شما به دنیای کامپیوتر اینجور چیزا باشه قبلش باید یه سری چیزا رو بیسیک ها رو بدونید نه اونم خیلی عمیق نه یه سری میگم چیزای خیلی جزئی و بیسیک که مثلا کسی که ترم دو سه مثلا نرم افزار باشه اوکیه یا سه چهار سال تو کامپیوتر باشه دیگه میتونه راحت واردش بشه و مشکلی نداره بعد این مسیر ما خب حدود حدود که نه صفر تا هفت صفرش که پیش نیازه و بقیهش هفته میشه بعد این هفتا رو بنده برای اینکه کولتر به نظر برسه شبیه به یعنی به از اتار به هفت شهر عشق اتار بنده مثال زدم و هر کدومش رو گذاشتم یکی از این وادی های منطق تیر اتار میگه گفت ما رو هفت وادی در راست. است البته این صفر حساب نیست دیگه چون که این هفت رو به هم میزنه سر همین گذاشتم همی از صفر که هشت نشه هشت واقعا هیچ فکر نکنم تو ادبیات اینا اینا مثالی واسش بشه سر همین گذاشتم همی صفر خب پیش نیازمون چیه پیش نیازمون پروگرامینگ آدم باید یه زبان برنامه‌نویسی بلد باشه با ساز و کار برنامه‌نویسی و کد اینا اوکی باشه تقریبا نتورکینگ و کریپتوگرافی نتورکینگ که اون شبکه کریپتوگرافی هم رمزنگاری حالا اون دو تا اولی رو من حالا یه چیز دیگه هم بگم اینه که من توی این قسمت رودمپ که برید میتونید پی دی اف و پی ان جی و اس رو دانلود کنید و توی رید میشم هر کدوم از اینا رو من یه سری لینک ها گذاشتم بودش که مثلا کسی خواست هر کدوم یاد بگیره یه لینکی من گذاشتم حالا به مرورم بقیه‌اش هم میذارم ولی هر کدوم معمولا یه گذاشتم ولی خب با سرچ به دست میاد دیگه یه خودمون میریم اصلا سرش میکنیم ببینیم چیه داستانش خب پیش نیازاش. بریم پیش رو ببینیم که چیه این کلمه تجربهش بشه پیش نیاز ولی خب خیلی نمیشه تلفظش کرد حقیقتش خیلی سخته پیری ریکوئستیز نمیشه تلفظش کرد بی خیالش بشیم پیش نیاز فارسی سلیس صحبت میکنه سه تا چیز داره کریپتوگرافی پروگرامینگ لنگویج و نتورکینگ اها، یه نکته دیگه هم باز باید بگم مثلا اینکه اونایی که من کلا این رود رو سر همون بی اف اس کردم اول ست یعنی شما یه بار تا ته بری با یه سری چیز آشنا یه سری چیزا بی خیال اونایی که زرد نوشتم ماست نو باید بدونی اونایی که نارنجی حالا بدونی اوکی اونایی که خاکستری هم حالا بذاری واسه بعد پیشنهاد من اینه که اول که شروع می‌کنید همون اولین زردا رو فقط یاد بگیرید حتی اون زردا هم باز اولویت بیشتر یاد بگیرید نمیخواد مثلا جاوا برید ده سال جاوا یاد بگیره نه یه هفته جاوا رو بخونید ببینید چیه چطوریه بقیه‌اش هم همینطور اول زردا رو تا آخر پیش برید به صورت اول عمق داریم پیش می‌ریم دیگه اول سطح داریم پیش می‌ریم بعد نارنجی ها رو تا ته بریم بعدم مثلا این ها رو گرچه من میگم که اگر که زردا رو خودتون پیش برید فکر کنم تا حدی اون نقشه بقیه شده خودتون میتونید برید بجز یعنی اینم بی خیالش بشید اوکیه باز آره خب پروگرام لنگویج چون اکثر حالا اپ های اندرویدی تا الان با جاوا بودن و خیلی حالا جدیدن حالا کاتلین اومده حالا ما توی ملور آنالیسیس و حالا یه جایی که داریم به یه سری اپ ها مفوض میکنیم بیشترشون جاوایی هستن هنوز هم تا همین الان جاوا رو باید بلد بود دیگه حالا کاتلینم هم تو مرحله بعدش حالا یه سری اپ هستن که با سی و سی پلاس پلاس وسط اینا نوشته شده به علت خاصی یه سریشون برای امنیت بیشتر یه سریشون هم حالا برای سرعت بیشتر که سی خب سرعتش از جاوا هم بیشتر برای پرفورمنسش و حالا اسمالی و اسمبلی هم که باید در آینده بلد بود دیگه حالا اینه که اینه چیه خیلی نمیخوام عمیق بشم تو هر کدومشون بعد نتورکینگ ما بدونیم آقا آی پی چیه پورت چیه سرور چیه نمیدونم هاست چیه HTTP چطوری کار میکنه DNS چیه دامین چیه اصلا میا این OSI مدل توی شبکه رو بلد باشیم SSL چطوری کار میکنه هر کدوم اینا رو شما یه سرچ بزنید تو یوتیوب یا حالا گوگل راجبش بخونید اوکیه یعنی خیلی نمیخواد عمیق بشید هر جایی که نیاز داشتید دوباره برگردید عمیق تر بخونیدشون اول فقط آشنا بشید باشون که آی پورت چیه مثلا اینا اینا چیه و قسمت بعدم کریپتوگرافی دیگه رمزنگاری این که من یه پیامی رمز کنم بفرستمش اونجا اون با اون رمز من پیام باز کنه ببینه توش چیه خیلی توی اندروید برای امنیت این کارو زیاد معمولا انجام میدم این دوتا تا الگوریتم هم که مفاهیم کلی اینکریپشن انکریپشن و هشین چار تا سرچ کنید اوکیه و یه سایتی هم خیلی باحاله اسمش کریپتو هکه کریپتو هک یه پلتفرمیه که آموزش همین کریپتوگرافیه ولی به صورت خیلی کول cool. اگر که حالا با یه زمان برانسی آشنایید خواستید رمزنگاری یاد بگیرید حتما میاد تو این سایت اینجا یه سری چلنج داره مرحله به مرحله چیزهای مختلف حالا توی رمزنگاری به شما یاد میده بعد از اینکه یه کمی راجبش خونید بیاید تو این سایت کمی چلنجش رو حل کنید هم توضیح داده خودش خوبش اینه هم که learn by doing داره میتونی انجام بدی و یاد بگیری آره این هم سایت جالبیه خب بریم بعدی خب وادی اول توی منطقه تیر یا همون هفت شهر عشق که اتار توصیف میکنه که ما اگر این هفت مرحله رو بریم یک انسان درستایی میشیم احتمالاً میگه چون فرو آیی به وادی طلب پیش آید هر زمانی صد تعب بله شما بیای وارد این مسیر بشی صد تا خستگی و بدبختی میاد سراغ اولین مرحلهش اندروید آرکیتکچر من باید راجبه دیزاین خود اندروید و اینکه چطوری اصلا اندروید به وجود اومده چیه داستان توش بدونم یه سری چیزا خب سر همین مالا من اینا یه سرچی بزنم یا میتونم برم توی گیت هاب و از اون لینک ها استفاده کنم این سه تا قسمت اول بود اینا پیش بود میریم حالا مرحله بعدی که اندروید دیزاین آرکیتکچر مثلا اولیه رو هم بزنم ببینم اون عکس خوبه اینجا هست بهتون نشون بدم اما باید بدونم که یک اپ اندرویدی یک حالا خود سیستم انرو چطوری ساخته شده این آجرهایی که باش تقریبا میشه گفت اندروید ساختن و ببینید که معماریش چطوریه اول یه کرنل لینوکس اون کفه بعد یه سری ای پی آی روش برای حالا صدا و فیلم و اینجور چیزا بعد یه لایه لایبرری های سی و سی پلاس پلاس گذاشتن روش حالا بعد آرت میاد وسط که این کودها رو یه جورایی کاری کنون اجرا بشن اون کودهای اندرویدی ما حالا جاوا میاد روی اینها دوباره و در آخرم اون اپلیکیشن ماست که من وقتی یه کامل کد نویزی کنم تموم شد یه اپ به هم میده دیگه اپ ایمیل اپ کمرا اپ هر چیز و این با این صورت با حالا مثلا اون کرنل لینوکس ما در حال ارتباطه و من باید حدودا اینا رو بشناسم هر کدوم چی اگر بخوام وارد فیلد امنیت اندروید باشم حالا ما چیزایی که میگیم کلا راجبه امنیت اپلیکیشن های اندرویدیه ولی خب امنیت کلی حالا اندروید یعنی راجب خود او اس اندروید ما خیلی نمیخوایم وارد بشیم ولی امنیت اینا هم شامل میشه بستگی به علاقتون میتونید وارد این فیلد هم بشید مثلا یه سری آسیب پذیره که رو خود مثلا یه سری رام های اندروید میاد یا یه سری کرنل های لینوکسی که استفاده میکنه اندروید روش یه سری آسیب ها میاد خیلی سکیوریتی ریسرچرا محققین امنیت روی اونا دارن کار میکنن مثلا هرچند چند وقت میبینید که آپدیت سکیوریتی میشه مثلا خود او اس اندرویدتون این جور چیزاست دیگه سری باگا در میاد از توش و باید خب آپدیت کرد و پچ شد اونا. آره پس یه فیلدش کلا میره سمت اون آسیب پذیری ها و اون سی وی هایی که روی خود او اس و کرنل و رام های اندروید میاد که هر شرکتی مثلا سامسونگ رام رو داره شیامی رام رو داره اونم یه فیلد خیلی گسترده است برای خودش خب پس من باید خل... کل معماری اندروید رو در حد آشنایی بشناسم و بریم سراغ حالا این اندروید آرکیتکچر بود اینجور چیزها رو توش باید بدونم دیگه همون تو همون سایت برید اینجور چیزها هست میتونید حالا یه سرچی بزنید و متوجه بشید که هر کدوم اینا چیه اولش هم با این زردا پیش برید لطفا چون مطالب خیلی زیاده هر کدوم برید شاید خیلی متوجهش نشید ولی خب اوکیه هیچ اصلا نترسید هر کدوم رفت بخونید یه چیزایی راجعش بفهمید اوکی بعد که رفتیم خود اپلیکیشن در روزش رو باز کردیم می‌بینی اینجا یه چیزی هست که من قبلا یه چیزایی راجبش خوندم اما الان خیلی یادم نیست یا قد دقیق متوجهش نشدم سری میری دوباره میخونیش حالا متوجه میشی توی کاربرد اینجا که همینجوری سرچ کنی بری جلو خیلی چون کاربردی نمیشه شاید خیلی باش ارتباط خاصی برقرار نکن آره این لیرز بود که گفتم اینجا ای آر نذاشتم فکر کنم و حالا قسمت های مختلفشه دیگه وقتی من یه اپ مثلا رام میکنم یه چیزی که اینجا باز مهمه این یوزر گروپ مثلا توی حالا لینوکس و اینا دیده باشید هر پراسسی معلومه که چه یوزری اون ران کرده و هر یوزری دسترسی های خودشو داره حالا توی اندروید اومدن که گفتن هر اپی مال یه یوزره در واقع و هیچ قسمتی از اون چیزایی که اون یوزر داره از اون اپ داره از این یوزر استفاده میکنه در واقع به یوزر بغلش نمیتونه بده یعنی هر اپلیکیشنی مساوی یک یوزر خاصه برای خودش توی حالا مکانیزم اندروید هر کدوم اینا میگم یه داستان خاصه برای خودش داره من خیلی نمیخوام وارد دیتیل فنیش بشم فقط میخوام که با هم بریم جلو یه سری من بیشتر توضیح بدم یه سری رو رد شم. و قسمت بعدی که توی معماریمون هست اون ذخیره سازی اطلاعات که چطوری اندروید اطلاعات رو ذخیره میکنه من اینا رو دارم میخونم که بعدا الان دارم اون مکانیزم اون درون اون قفله آشنا میشم ببینم که اگر من خواستم کلید بذارم چجوری طراحش کنم مثلا این استورج اندروید رو من یاد میگیرم چون که بعدا میخوام بهش اتک کنم و اون جاهایی که برنامه نویس حواسش نبوده و اطلاعات رو ریخته مثلا یه جایی که همینطورم ببینم من برم اون اطلاعاتو سه تا چیز معمولا حالا به صورت کلی یا اطلاعات توی فایل ذخیره میشه یا توی دیتابیس ذخیره میشه یا توی شیرد پریفرنس یعنی این پریفرنس هم یه جورایی یه فایل XML توی حافظه تلفن ذخیره میشه و دیتابیس هم که حالا معمولا SQL لایت میزنن همه و این هم حالا حالت های مختلفه شدی میتونیم باز سرچ کنیم یا نکنیم داستان بعدی که توی حالا این وادی تموم شد معماری اندروید م... وادی بعد وادی عشقه که عطار میفرماید که بعد از این وادی عشق آید پدید غرق آتش شد کسی کانجا رسید برسی اینجا مثل اینکه آتیش میگیری ولی خب تو اندروید خیلی فکر نمی کنم اتفاق بیفته خب پرمیشن آه پرمیشن یکمی داستان جالبی داره دیگه دیدید که من وقتی هر اپی میخوام نصب کنم روی اندروید مثلا میخواد اگر کانتکت ها رو بخونه از من پرمیشن میگیره یا چه میدونم از گالری میخواد برداره پرمیشن میگیره حالا قبلا اون اندروید فکر کنم چهار به قبل یا شیش به قبل بود نمیدونم این اینا که وسط وقتی اپ میاد بالا میاد و شما بهش پرمیشن میدید بهش میگن ران تایم پرمیشن این وسط اجرا اینا رو از شما میگیره ولی قبلا اینا نبود یعنی شما موقعی که اپو نصب میکردی اونجا یه چیزایی برای شما می نوشت معمولا انگلیسی بود خیلی کسی نمی چون که آقا این اپ اصلا به کجا دست داره موقع نصبش به شما میگفت من میکروفون رو میخوام کانتاکتا رو میخوام گالری رو میخوام شما میزدی اوکی نصبش کن اون موقع دوران اوج امنیت اندروید بود و شما میتونستید با یک حرکت ساده فکر کنم حداقل تو ایران فکر کنم 20 میلیون آدمو مورد انایت قرار بدید چون که همه نصب میکردن دیگه خیلی هم کسی خب سواد آنچنانی نداشت هر اپی به هر کی میدادی نصب میکرد خیلی دوران اوج میگم سکیوریتی اندروید اون موقع بود ولی از این به بعد دیگه کمی سفت و سختتر شد خیلی نمیشه کارای جالبی انجام الان خب هر الان اونجور پرمیشن هستش دیگه اونجور پرمیشن هم هست یه سریاشون ولی اونا که خطرناک مثل مثلا کانتکت و دورمین و میکروفون گوشی که حالا حالت جاسوسی پیدا میکنه اون اپلیکیشن های ما اینا رو توی ران تایم از کاربر میگیرن هر وقت اپلیکیشن نیاز به اون داشت اون موقع درخواست میده و اجازهش از کاربر میگیره و مثلا گوگل پلی و یا همین کافه بازار خودمونم سر این مسائلی کمی حساسیتشون رو بردن بالا مثلا اگر یه اپ مثلا فرض کن هیچ ربطی به دوربین یا میکروفون نداره بهش اجازه نمیدن که از طرف پرمیشن رو اینو بگیره یا مثلا این اپ فرض کن چه میدونم ادیت عکس برای چی باید به کانتکت ها دسترسی داشته باشن اینا کلی با اون کسی که اپلیکیشن میسازه مذاکره میکنن و خیلی انگار دیگه مثل قدیم نیست هر چی بزنی گوگل پلی اینا تایید کنن اینجوری نیست خیلی میگم بالغ شده این قضیه و حالا یکی این جور پرمیشن هست پرمیشن های دیگه هم هست که این اپ پرمیشن میده به اپ دیگه که به یه سری از منابع این اپ دسترسی داشته باشه که اینم میگم دیتیل فنی خیلی مهم واردش بشیم تایپ های مختلف پرمیشن ها هست که هر کدومش حالا سرچ کنید هست دیگه بیشتر این چیز هم که توی حالا راجع به خود اندروید میتونید تو خود همین developer.android.com بخونید قسمت های مختلفشه اگر هم که باز لینک خوبی پیدا کردید حتما پول ریکوست بدید بذاریم برای همه استفاده کن اما بعدی بعدی چیه اپلیکیشن کامپوننت اپلیکیشن کامپوننت که توی وادی معرفت ما هست بعد از آن بن مایدت پیش نظر معرفت را وادی بی, و, بی و سر راجع به اپلیکیشن کامپوننت هم چیزی دار آره تو اون کتابش هر وادی رو که هفتا هست رو اول مصرهش رو گذاشتم این زیر که کلش هم بخونید با حاله. خب بریم بعدی اپلیکیشن کامپوننت خب اپلیکیشن کامپوننت چند تا بخش اصلی داره خب از این ور شروع کنیم یه دونه فایل منیفست که شناسنامه اپ ماست به ما میگه که این اپ بچه بخش های تشکیل شده چه کامپوننت هایی تو خودش داره چه پرمیشن میخواد و کلی اطلاعات دیگه که من این منیفست رو وقتی میخورم میفهم آها این اپ مثلا این اجزا او داره خب و چهار تا اه کامپوننت های اندروید اصلی در واقع این چهار خب اکتیویتی سرویس کانتنت پرووایدر و برادکست رسیور که اکثر حالا اتک هایی که خیلی خطرناک میتونن باشن رو این چهار قسمته که بقیه اپا بیان از این کامپوننت های این اپ حالا خاص ما استفاده کنن یا مثلا اطلاعات تو از تو اینا بخونن یه جوری این خیلی چیزای مهمی اینجا هست اکتیویتی اون صفحه‌ایه که وقتی یک اپو باز میکنید میاد بالا به هر صفحه توی اندروید میاد یک اکتیویتی حالا تعریف کلیش خودتون دقیقش بخونید یا مثلا حتی میتونید وقتی دارید یاد میگیرید خودتون یه اندروید استودیو نصب کنید و اینا رو توش تست کنید بیارید رو گوشیتون اجرا بشه نصب بشه میفهمید آها اکتیویتی اینه مثلا این اینه اینم روش جالبی میتونه باشه برای یادگیری حالا خود اندروید هنوز تو خود این وارد امنیتش اصلا نشدیم هنوز سر همین مثلا کسی که اندروید دیولپر باشه اینا رو کامل بلده و میاد مثلا از قسمت چهار به بعد یه کمی مطالب واسش جدید میشن تا اینجا قاعدتا باید اکثر اینا رو بلد باشه خب اه آها اینم بگم اینه که شما لازم نیست حتما حتما حالا اندروید دیولپر بشید تا بتونید وارد سکیوریتی اندروید بشید میگم یه سری چیزاش رو مثلا در حد کلی من بدونم که اکتیویتی چیه سرویس چیه کانتنت پرووایدر چیه موقع مانس معکوس اپ اگر به این چیزا برخورد آها این اونه مثلا بعد هر جایی که به مشکل خوردم برم سرچ کنم یعنی به اون دیواره بخورم اشتباه بکنم بعد برم بیشتر و عمیق تر توش سرچ کنم اینجوری من به نظر من افکتیو این تی کردن این مسیر اگر شما بخواید برید کل اینا رو مثلا توی داکیومنت خود اندروید بخونید همشو خیلی زمان میبره همون اول سطح و لوحه کارتون قرار باز. خب بخش بعد سرویسه سرویس اون پراسس هایی که ما تو بکیران انجام میدیم یعنی چیزهایی که من نمیخوام اون وسط جلوی کاربر باشه و من میخوام پشت یه سری عملیات زیادی انجام بدم و وقتی هم مثلا اپ بسته شد اینا در حال اجرا باشن توی سیستم ها. این میشه سرویس ها کانتنت اینا چطوری خیلی نمیخوام توضیحش بدم یه لایه دیگه میاد روی دیتابیس اپ و من میتونم با اون به حالا به خود اپم یا به بقیه اپ ها سرویس بدم تا بتونم از دیتابیس استفاده کنم اینم یه حالا چیز دیگه است برادکست رسیورم من میتونم با این به اپ های دیگه یا قسمت های مختلف اپ خودم اطلاعات بفرستم و بگیرم این تنت هم همچین چیزیه دیگه من میتونم اطلاعات رو از اکتیویتی های خودم بفرستم این ور, ور و مثلا از اکتیویتی خودم بفرستم مثلا چه میدونم توی اسمس اپ اسمس اینجوری میتونم ارتباط برقرار کنم بین دو تا اپ بعد داستان دیپ لینک ها اینجا پیش میاد که بازم اینم خیلی توی انال سکیوریتی و توی حالا باک بانتی و اینا معمولا خیلی تر این دیپ لینک و اینترنت فیلتر خیلی استفاده میشه اصلا بخونید اینا راجع بهش بعدم هم که همون کور ای پی آیه که خود انرو در اختیار من قرار دادن یعنی من چه کارهایی میتونم با اپلیکیشن انجام بدم مثلا من الان میخوام جی پی اس رو فعال کنم و لوکیشن رو بگیرم ببینم الان کجاست کاربر مثلا باید برم بخونم که آیا الان چه کدی من باید بزنم چه کار بکنم. این اینجور چیزا تو کور ای پی آی دیگه یه سری ای, آی، یعنی اپلیکیشن اینترفیسی خود پلتفرم اندروید به من برنامه نویس میده که من اگر این کدو بزنم مثلا میتونم یه چیزی از سیستم بگیرم یا یه چیزی به سیستم بدم ارتباط برقرار کنم هرچی حالا میگم نویگیشن و کریپتوگرافی و حالا کار با فایل و کار با شبکه و هرچ. هرچی هر که یک اپ اندرویدی میتونه انجام بده توی قسمت کوری پی دیگه من اینو حالا برای چی من دارم میخونم اینم باز برای قسمتی که وقت دارم اپ ریورس میکنم میبینم که مثلا توی فلان اکتیویتی داره مثلا از کریپتوگرافی رو ایمپورت کرده من اونجا میفهمم که اون عملیات رمز نگارش اینجاست هر کدوم اینا مثلا یه اسمی دارن دیگه اینجا اسم کل اون کاتگوریشه گذاشته مثلا یه جاست میبینم داره از تلفنی سرویس استفاده میکنه بعد دارم میبینم تلفنی سرویس مثلا مربوط به چیه اس ت... میخواد زنگ بزنه در چیکار کنه؟ پس من باید بدونم که هر کدوم اینا مثلا چه کتاب خونه داره معقولا اینم نگاه کلی لطفا داشته باشه چون خیلی دیتیلش زیاده هر جا من توی اپم حالا ریورس کردم به تونال نشون میدم من اپ وقتی ریورس میکنم اپ کامپایل شده یه چیز چرک باینریه. اینا وقتی دی میکنم و حالا میتونم اسم قسمت های از جاواش دسترسی داشته باشم میبینم که تو هر اکتیویتی چه چیزایی رو ایمپورت کردم من میتونم از اون ایمپورتاش متوجه بشم که کل مثلا کارهای اونجا چیه به صورت کلی خیلی بهم کمک میکنه که برم دقیقا اونجایی که میخوام بهش اتک کنم نرم الکی فایل های بیخودی و شروع کنم ریورس کردن کلی وقتم رو بذارم اونجا حالا میگم این یه سری تجربیات هم هست دیگه فقط اینجوری نیست که تئوری همجور بریم جلو بخونیم بعد به ما بدن سریع هم بتونم بهش کنم و باگاشو در بیارم نه یکم تجربه و صبر و اینا لازم هست همیشه خب تا اینجا من تقریبا با اون آب کنه که قرار تعمیرش کنم آشنا شدم که چیه کلا هر چقدر من دیدم نسبت به این چیزایی که تا الان خوندیم عمیقتر باشه قاعدتا اتک من خیلی سمیتر و زهرالودتره خب یعنی چون من دقیقا میدونم چه اتفاقی داره میفته راحت میرم اون مثلا باگا رو پیدا میکنم خب اوکی اینم با زمان بذارید به دست بیاد دیگه این صد بار گفتم خودش رو هی نرید تا ته بخونید بعد برید سراغ بقیه چون بقیهش جذابتر از این چهار تایه حالا اولیه تقریبا سرور انترکشن. حالا بخوام کلی توضیحش بدم اینه که اسلایدش هم بریم وسط ها یه شعری هم بخونیم که فضا عوض بشه وادی استقنا میگه آقای عطار به این قضیه میگه بعد از این وادی استقنا بود نه در اون دعوی و نه معنی بود بله بریم سراغش خب سر انترکشن یعنی هر اپی که الان اکثر اپا با اینترنت کار میکنند که یه سری اطلاعات میفرسته برای سرور یه سری اطلاعات میگیره و اگر نت باشه کار نمیکنه این به صورت کلی داره یه سری تعامل با سرورش انجام میده اطلاعات میفرسته اطلاعات میگیره و اینم خیلی مهمه توی انرل سکیوریتی که این ارتباط با سروره به صورت امن و سیکور انجام بشه خب و حالا داستانه خودشو داره که گونه ترین داستانش SSL پینینگه خیلی همه جا هست SSL پینینگ تقریبا اونایی که امنیت برای شما من اسسل پینه و من اکثر اوقات باید اسسل پین رو بایپس کنم حالا خیلی نمیخوام وارد داستانش بشم من به صورت کلی اول باید بدونم اسسل چیه اسسل تیلس در واقع رو هم بعد لایبرری های مربوط به برقرار ارتباط با سروری که حالا اندروید داره رو بشناسم اوکی سی تی پی و ولی و رتروفیت و حالا و چیزای جدیدتر بعد آها یه ابزاری بشناسم که من بتونم این ترافیکی داره از اپ من خارج میشه میره سمت سرور رو شنود کنم به اسم برپ سویت که حالا خیلی آلترناتیو دیگه هم داره زپ و اینجور چیز هم هست ولی برافترینش برای شنود ترافیک حالا اپلیکیشن و وبسایت و اینجور چیز ها برپ سویت دیگه کلی هم فیچر به هم میده آره همه اینا راجعش بخونید حتما که ارتباطش با سرور حالا چطوری و من چطوری این ارتباط رو شنود باید بکنم و اینجا دو تا بخش میشه امنیتش یا خود اون حالا API که داره بهش درخواست میدم اون سرور رو میرم شروع میکنم با چیزایی که از وب بلدم بهش اتک میکنم و API پی میشه دیگه اونجا خارج اندروید یه سری هم مربوط به خود همین اپ ماست که چطوری سکیور این کارو انجام بده و حالا یه سری کارا کنه که حداقل شنود به راحتی انجام نشه یا حالا میام ارتباط ام برقرار کنه به صورت کلی و بریم بعدی اینجا هم حالا میتونیم چند تا لینک هم بخونیم اگر داشته باشه جالبه ولی خب بریم فعلا بعدی بعدی وادی توحیده مثل اینکه میگه بعد از این وادی توحید آیدت منزل تفرید،, تفرید و تجرید آیادت بله اینطوره خلاص میریم سراغ دیگه فیلد بسیار جالبمون دیگه وارد دیگه تقریبا هک اندروید شدیم دیگه الان دیگه اون مقدمات اون تمام شده و دیگه میخوایم حالا شروع کنیم به اپلیکیشنمون اتک کردن دمنوش بفرمایید دمنوش یخ کرده جواب الان استاتیک آنالیسیز یا حالا تحلیل ایستا بهش میگم ما دو جور تحلیل داریم احتمالا دو جور باشه بیشتر من نشدم تا حالا استاتیک آنالیسیز و داینامیک آنالیسیز استاتیک تحلیل پو... ایستا و داینامیک تحلیل پویا ایستا منظورش اینه که اپلیکیشن شما اجرا نمیکنین توی گوشی فایل APK حالا اپلیکیشن رو میاری شروع میکنی روی همون اونو باز کردن خود دات APK یه چیز شبیه فایل های زیپه اونو میتونید اکسترکتش کنی وقتی بازش کنید توش یه سری فایل اون فایل ها رو باز میتونی بازترش کنی به کداش دسترسی داشته باشی خب حالا اینا رو بعدا با هم دیگه یک مرور کلی میکنیم که چطوریه آره تل ایستا اینه که من اپلیکیشن رو اصلا نمیخواد اجرا کنم خود فایلش رو برمیدارم و روی همون شروع میکنم کار کردن اگر اطلاعاتی میخوام ازش کسب میکنم توش میچرخم اون جایی که برای مهمه رو حالا دستکاری میکنم یا حالا هر چی اینجا رو با هم نگاه کنم ببینم چیا هست توش اول این که من باید راجع به اینکه چه اتفاقی میفته که من یه اپو وقتی میکنم و خروجی میگیرم تک تک مرحله رو بدونم کامپایل میشه بعد نمیدونم این حالا چون جاواست داد کلاس میشه بعد حالا دالویک میاد این کارا رو یه بازیای در میاره سرش تا به سری تاش صفر و برسه و اون سی پی بتونه اجراش کنه از اون کدای جاوا یا کاتلینی که من میزنم تا میرسه به این 0.1 ها یه سری مراحلی طی میشه تا به این میرسه من باید اینا رو بشناسم چون قراره که من از این صفر و یه جوری برسم به این جاوا که جاوا برای من قابل خوندن باشه تا من بتونم بهتر اینو تحلیلش کنم هی قرار اینا رو به هم تبدیل کنم تا برسم به این جاوا اول من باید این روال کامپایلش رو بشناسم که چیه بعد باید چیکار کنم بعد گفتم بتون چون این apk پی یه شب فایلای زیپه من اینو وقتی بازش کنم یه سری فایلا داره من باید استراکچر این فایلا رو بشناسم که هر کدومشون چیه به چه چی دردی میخوره اینا چه اطلاعات قرار به من بده اینجور اما داستان هم داستان دیکامپایلینگش هم هست که من باید چطوری از این صفر و هایی که حالا رو سی اجرا میشه برسم به چیزای جاوام دیگه خب که حالا اینجا چند تا ابزار خوب هست به اسم جدیکس حالا ای پی کی تول که میتونید این کارا رو باش انجام بدید اپلیکیشن رو بهش میدید و این به ما جدیکس رو میگم این به ما کدای جاوا می می رو میده که من بخونم اینو دیگه و یه سری وقتا من کد پچینگ انجام میدم کد پچینگ یعنی چی یعنی اینکه من اپلیکیشن رو باز میکنم یه سری کدای خودم توش تزریق میکنم دوره میبندمش و شفایل ای ازش خروجی میگیرم این یه سری وقتا به کارم میاد دیگه مثلا یه سری وقتا که من میخوام یه سری مکانیزم امنیتی اپو دور بزنم میرم اپلیکیشن رو باز میکنم کداشو عوض میکنم یه کد جدید بهش اضافه میکنم و خیلی راحت مکانیزم امنیتیش دور میخوره حالا این خودش چند تا روش داره این توی تحلیل ایستاش توی تحلیل ایستاش دیگار. این حالا توی قسمت جاوای کار بود یه سری وقت هم گفتم بهتون با جاوا و کاتلین نمیزنن با سی و سی پلاس پلاس یا نیتیف میزنن اون کدای خاص رو حالا اونم ابزارهای رو داره یه باید با آیدا کار کنی یا این با این قیدرا یا گیدرا من آخر نفهمیدم تلفظ دقیقش چیه خلاصه دو تا تولز برای همین مهندس معکوس کدای نیتیوه و اینجا دیگه دیس اسمبل باید بکنید تا بتونید کدای مثلا سی و سی پلاس پلاس رو ببینید و دیکامپایل کنید ولی این دوتا خب دوتا ابزار بزنید خودش انجام میده کارش آره اینطوری من میتونم اپلیکیشن رو قبل از اینکه اجرا بشه باش ور برم دلورداش رو بریزم بیرون اطلاعاتش رو بکشم بیرون حالا برم تو سراغ اجرا کلی باگ های امنیتی از توی همین استاتیک آنالیسیس در میاد دیگه من میتونم برم چون به کدها دسترسی دارم میتونم خیلی راحت برم بخونم کداشو اون جایی که طرف برام نویس ممکن اشتباه کرده باشه مستقیم برم سراغم اونجا رو ببینم بگم آها اینجا مثلا اشتباه و همین همین بریم وادی بعدی بریم چیه وادی بعدی خب قبلا دیدیم که چیه داینامیک آنالیسیسه وادی حیرت اینجا بعد از این وادی حیرت آیدت کار دایم درد و حسرت آیدت اینجا واقعا مرحله حیرت جدا اینجا تا جایی که کنم با چیز اون سینکه اتار با مسیر ما این خیلی چیز جالبیه این مال وقتی که ای من رو گوش نصب کردم و اپلیکیشن من در حال اجراست خب وقتی در حال اجراست اون اطلاعاتش روی رمه دیگه اون برنامه من روی رم لود شده و هر جا محاسبه بخواد میره تو سی پی یو محاسبه انجام میشه میاد رو رم دور. من این وسطه میتونم یه سری شیتونی انجام بدم و مستقیم برم روی رم اون قسمت هایی که خودم میخوام رو عوض کنم به این کار میگن هوکینگ مثلا من میرم فلان فانکشن رو مثلا فرض کن من این نوت پد باز کنم اینجا مثلا فرض کنید یه اپی پولیه خب و یه پسوردی میخواد برای اینکه این باز بشه من بتونم از امکاناتش استفاده کنم بعد طرف حالا سادهتر حالت رو در نظر میگیرم یه فانکشن نوشته مثلا فانکشن که چک پسورد چک پسورد خب اینجا میاد فرض کن مثلا یه استرینگ Uh, پس رو میگیره خب توی اینجا چیکار کرده طرف اومده یه دونه ایف توش گذاشته گفته ایف این پسه مساوی مساویه uh, مثلا چند هست یه یک دو سه چار رمزان فرسون یک دو سه میگه اگر بود ریترن کن تو uh, رو اگر نبود که این ایلیس نمیخواد بذاریم ریترن کن فالس بعد این میاد میذارتش اول اپلیکیشن این چیزا رو این فانکشن رو و از شما یه پسورد میخواد پسورد اگر ایتو چهار باشه اپلیکیشن باز میشه میتونی از این استفاده کنی فرض کن لایسنسش رو خریدی اگر نه این چک پسورده مثلا فالس برمیگردونه و از اپلیکیشن خارج میشه خب من فرض کنم میخوام توی این اپ هم اینو دور بزنم اولا این که من معمولا حالا چند تا روش دارم برای اینکه یک کار رو انجام بدم یکیش اینه که تو تحلیل ایستا بیام اپلیکیشن رو باز کنم این تیکه کد رو عوض کنم کلا مثلا بگم اگر اینجوری شد ترو کن اوکی باشه اگر اینجوری هم شد ترو باشه یا کلا از همین اولش بنویسم ریترن ترو خب این یک کارشه میتونم انجام بدم یک کار دیگه اینه که تو تحلیل پویا این کار رو انجام بدم وقتی که این فانکشن توی رم من هست و یک ریترن ولیوی داره من بیام اونجایی که داره این فانکشن کال میشه ریترن ولیوشو عوض کنم ریترن ولیو هم توی حالا رم دیگه حالا خیلی نخواهیم وارد جزئیاتش بشیم من میام دقیقا میگم این فانکشن رو توی رم همیشه تو رو برگردونه یعنی من هر رمزی بزنم دیگه نمیاد این شرط چک بشه همیشه تو رو. اینجوری و من تونستم این مکانیزم امنیتی اپ رو اینجوری دورش بذارم با تحلیل پویا که اپلیکیشن توی رم لود شده و من دارم انجام میدم ولی خب تحلیل ایستا خوبش اینه که شما یه اپلیکیشن رو بیلد میگیری تمام میشه ای پی که میده هر همیشه دیگه اونو ببری مثلا اجراش کنی اوکیه ولی اینو هر دفعه باید روی رم روی رم تغییر بده دیگه تا اون کاری که انجام دادی عمل کنه حالا بریم ببینیم چیا داره خب یکی توی داینامیک یکی ابزاری هست واسه ADB ADB یه دونه تولزیه که روی اندروید SDK هست ADB اندروید اندروید دیباگ بریج یه کامن لاینیه که شما وقتی گوشی رو به حالا سیستمتون وصل میکنید یه سری امکانات به شما میده مثلا میتونید لیست برنامه های نصب شده رو ازش بگیرید توی کامپیوترتون بزنید مثلا یه دستوری بزنید اونجا میره لیست اپا رو میاره یا لیست در برنامه در حال اجرا یا با اون میتونید مثلا یه برنامه نصب کنید حذف کنید یا کلی کار دیگه که این یه جایی کاربردی میشه توی حالا امر سکیوریتی حتما این ابزار باید کار باشه بلد باشید و یه داستان هم داستان ایمولاتوره شبیه سازای اندروید که میتونید رو سیستمتون نصب کنید و حالا برای چین مهمه برای اینکه شما رو گوشی خودتون نمیتونید همه اپلیکیشن شروع کنید باشه تست کردن چون که یه سری از حالا اپهایی که برید جلوتر مثلا بد و وقتی اون رو گوشیتون نصب میکنید ممکنه که به گوشیتون آسیب بزنن خب سر همین میان یه سری شبیه ساز حالا برافتارش هم جنی موشن نصب میکنن رو سیستم که کلی حالا میتونید ورژن های مختلف و چیزهای مختلف اندروید رو روش نصب کنید و اون اپلیکیشن رو بیاید روی اون و روی اون شروع کنید مثلا داینامیک آنالیزش رو انجام دادن این خیلی راه مطمئن تری. ولی خب یه سری جاها مجبور میشید که نه گوشیشو داشته باشید یه سری از جای خاص که من اینجا این کنم پیدا باشه الان یه سه چهار تایی گوشی دارم اینجا برای یه سری کارهای خاص این ایمولاتور جواب نمیده یا خیلی کنده یا خیلی دردسرش زیاده و مجبور شدم که مثلا روی گوشی اینو دقیقا انجام بدم تا ببینم این کارم مثلا واقعی هستش یا نه ولی شما فعلا برای شروع نه لازم نیست همین ایمولاتور اندروید رو اندروید نصب کنید اوکی فعلا تا یکی دو سالی حداقل جواب میده فکر کنم تا بعدش اگر که به مشکل خوردید میرید گوشی میگیرید و باش کار میکنید بعد بحث دیباگینگ دیباگینگ و هوکینگ حالا دیباگینگ بیشتر من توی حالا روال دیولوپر یک اپ دیدید دیگه یا حالا هر زبانی که کد میزنید دیباگ میکنم کدمو و تا بدونم مثلا این متغیر توی فلان بخش توی این لحظه چه مقداری رو داره من میتونم اینو حالا توی حالت خاصی روی خود فایل ای هم که حالا باینری شده هم یه جورایی انجامش بدم و بدونم هر لحظه چه اتفاقی داره میفته یه جایی هم عوض کنم مقدارشو هوکینگ هم که میام یه فانکشن هوک میکنم مثل همین جایی که تو نوت نوشتم مثلا میام فانکشن چک پسورد رو هوک میکنم و میگم که این اصلا بدنه این فانکشن کلا عوض بشه کلا بشه ریتن ترو این میاد دقیقا همون لحظه که داره اجراش میکنه توی رم ریتن والیوش رو میذاره رو یا مثلا هر کاری من میتونم دیگه با چیز انجام بدم سر همین خیلی چیز خفنیه و معمولا هم این کار رو با فریدا انجام میدم توی این تولز که بریم فریدا کارش حک کردنه دیگه حالا هم اندروید داره هم اپلیکیشن های حالا دسکتاپ و آی او اس و همه چیز داره تو خودش من خیلی موقع که با این آشنا شدم خیلی انصافا لذت بردم از این حرکت خیلی اصلا به آدم قدرت عجیب غریبی میده شما فرض هر فانکشنی رو میتونی کلا عوضش کنی یه چیز دیگه بگی بگی این کارو بکن خیلی کار جالب و عجیبیه امیدوارم که شما باش حال کنید و حالا یه سری تولزای زیادی از اینا رو بریم تو بخش های دیگه ولی بیشتر بهتون میگم شاید هم کمتر بگم ولی فریدا جدیکس چیزای ضروریه که باید داشته باشید دیگه این برای استاتیک اصل کار معمولا اینه و فریدا هم که برای داینامیک بعد حالا یه سری تولزا و فریمورک ها روی اینها یه سری کارا رو خودشون انجام میدن و یه سری کلید فیچر بهتون میدن و اینا مثلا مثل RMS. یا موبس اینا هم پروژه های خوبی هن و میتونید با اینا هم کار کنید ولی به نظر من چون اولش میخواید بفهمید چی به چیه حتما حالا جدیکس و حتما بخونیدشون حالا ای, پی ای هم قبل از جدیکس یه ای. اینا رو بخونید که این چه اتفاقی داره میفته ولی خب بعدا که دستتون تون شد میریم سراغ فریم ها و با اونا کار میکنید و خیلی هم سریه حالا این داستانی که گفتم ایمولاتور و این هوکینگ و اینا چون روش های خیلی مرسومیان برای اتک و اینجور چیزها اومدن یه سری مکانیزم امنیتی گذاشتن که شما نتونید به راحتی این رو انجام بدی و قبل از اینکه حالا یک اپلیکیشن رو آنالیز کنی باید یه سری بایپس انجام بدی یه سری چیزها رو دور بزنی همون مکانیزم امنیتی ها رو مثلا یکیش اینه که اپ ها مثلا اپ های بانکی چک میکنن ببینن گوشی روت هست یا نه یا مثلا چک میکنن ببینن آیا این اپ توی محیط ویرچوال ماشین همون ایمولاتور هست اجرا شدن یا نه یا مثلا اس اس ال پینگ گذاشتن شما باید اونو دورش بزنید تا بتونید ترافیک رو شونود کنید. کلی از این مکانیزم امنیتی ها هست که اولین مرحله ای که شما میخواید واردش بشید و اپو آنالیز کنید توی حالا بیشتر داینامیک اینطوریه که باید حتما حتما اینا رو یه دوری بزن کلی هم حالا اینا روش داره هم روش فهمیدن این که آیا این گوشی توی ویچوال ماشین هستن هم روش دور زدنش یعنی هم اونایی که میخوان امن تر کردن هر روز کارهای خلاقانه و جدید میگن هم اونایی که میخوان دورش بزنن کارهای جدید میگن دوز و پلیس بازیه دیگه همینجوری و بریم مرحله بعدی که دیگه تا اینجا الان شما تونستید یه اپ باز کنید و یه اپ توی رم متغیرش رو تغییر بدید خب مرحله بعد دیگه وادی فناه دیگه این تی کاره میگه بعد از این وادی فقر است و فنا کی بود اینجا سخن گفتن روا اینجا دیگه جای طرف و سخن و اینا نیست باید بری سراغ حمله باید بری سراغ حمله و با حالا اون روش هایی که من میتونم به بی یک اپلیکیشن نفوذ کنم آشنا بشی تا الان تونستی مثلا خود اپلیکیشن رو بشناسی بتونی ایستا آنالیزش کنی داینامیک آنالیزش کنی فانکشنال رو جای عوض کنی حالا حالا که من اینا رو بلدم باید بفهمم که چیا توی اندروید باگ امنیتی محسوب میشه خب اینا خودش باز یه پروسه میبره حالا یک چیزایی که هست که پرمیشن ایشوه گفتم بتون همه اینا مربوط میشه به اون که من سیستممو بشناسم یا نشناسم اگر من مثلا اینجا ندونم پرمیشن ها چطوری کار میکنن چطوری میخوام مثلا به یه اپلیکیشن اتک کنم توی پرمیشنش خب نمیتونم دیگه یا این آی پی سیه. آی پی سی همون اینتر پروسس این اطلاعاتی که بین این حالا پروسس های ما اپلیکیشن های ما هست یا بین خود مثلا یه اکتیویتی و سرویس اینا هست وقتی اینا این سیکر باشه میتونم کارهای خطرناکی باشون انجام بدم مثلا اینجا روی این اپ یه دیتایی رو بفرستن برای اون یکی اپه اون اپه مثلا بره چه می‌دونم اطلاعات کاربر رو لو بده یه جاید. مثلا یا مثلا این دیتا استوریج من اطلاعات رو این ذخیره کردم روی سیستمم و اگر کسی اینو بفهمه میتونه اطلاعات مثلا برداره ببره رو سرور خودش دیتا ترانزمیشن و حالا وب ویو وب ویو خیلی پرکاربردیه همین ایکس که تو این میزنم هم حالا کوکی رو میدوزن و اینجور چیزا اینم خیلی توی باگ بانتی مخصوصا خیلی پر کار و این لاگز هم که همه جا هست وقتی من لاگ مثلا فرض کن یوزر پس چیزی رو لاگ میکنم یا حالا چیزهای مختلفی که توی لاگ نباید باشه و اگر باشه همه میتونم چون ببینن لاگ رو داستان امنیتی شروع داستان میشه و خب کلی باگ دیگه هم هست شما میتونید خودتونم برید باز بخونید ولی خب مهماش تقریبا اینجا حضور داره اما خب من الان تونستم مثلا یه بار اینو طی کنم و یه چیزایی رو متوجه بشم که توی مسیر چه خبره چه اتفاقاتی قرار بیفته ولی خب الان شما ندیدید دیگه همچین چیزی رو یه اپ حداقل آنالیز نکردید که ببینید چه اتفاقاتی توش میفته و یک راه دیگه هم که دیگه سراسر در و دیواره اینه که شما از ته بیایید به بالا از ته بیاید مثلا به اول سراغ یک رایت تاپ مثلا توی باگ بانتی که پرمیشن ایشو داره بعد طرف شروع میکنه توضیح دادن شما هیچ ازش نمیدونید تک تک هی سرچ میکنه هی ببینید چی هی, ببینی چیه, هی ببینی چیه تا یهو میبینید کل پرمیشن مثلا یاد گرفتید خب اینم کار دیگه خیلی کار سختیه ولی بیشتر احتمال زیاد توی میمونه ولی آدمای خودشم میطلبه دیگه این رای که بالا بیای تا پایین رای خب روتین آسونتر سر و ته داره اینجوری خیلی نظرم سمیتر اینطوری خیلی شاید چیز نباشه اما اینم بالاخره روشی بریم حالا این رود مپه بود کلا از این ریپازیتوری ما و بریم خود ریپازیتوری بریم دیگه چیا داریم توش اینجا پس اون بخش اولشه که رود بود صرفا اه یک ساعت و نیم شده تا چقدر حرف زدم من بریم حالا بخشای بعدیش سعی میکنیم که تمام کنیم دیگه زودتر امیدوارم خب ریپازیتوری رو باز کنیم آ رود مپ هم که بهتون گفتم دیگه اینجا یه سری لینک هم هست برای یادگیری هر کدومش اینجا بزنید روش مثلا راجع منیفست حالا توی هم... آها اینم که 403 تحریم آه. مثلا خب بعد سینک ما فیلتر شکنمون رو باید فعال کنیم خب الان بنده ساکن فرانسه شدم با یک حرکت زیبایی خب مثلا بریم منیفست را اگر ببینیم مثلا میپره تو خود داکیومنت اندروید و مانیفستو و توضیح همش هم داکیومنت اندروید نیست هر کدومش مال یک جاییه و میگم بیشتر هدف من توی این رود مپ اینه که شما با ببینید با چه چیزهایی طرفید یعنی اون سرفصل مطالب دستتون باشه که اگر من رو اینا مسلط شدم حالا میتونم ادعا کنم که آره من مثلا توی فیلد اندروید دارم مثلا مشغول فعالیت هم و چیزهایی بلدم و خودتون بیشتر باید سرچ کنید و جستجو کنید این کورس نیستش که همه چیز به شما مثلا تو این فرایند گفته بشه نه صرفا اون سرفصل مطالبه که باید آدم بدونه توی اندروید سکیوریتی خب حالا بعدا احتمالا حالا من دارم خودم یه چیز کار میکنم که بتونیم اینو به یک حالا چیز شبیه کورسی تبدیل کنیم و در واقع مثلا اینجوری باشه که شما توی هر مرحله یه اپلیکیشن رو باید بهش نفوذ کنی و وقتی به این نفوذ کنی به این سری از سرفصل های اندروید مسلط بشید همینطوری اینا بره جلو تا مثلا چه میدونم صد تا اپلیکیشن رو شما بهش این کار رو باش انجام بدی من مثلا یه ویدیو کوتاه بهش باشه خود کامپون خود چیزای اندروید رو توضیح بده یه مثلا ویدیو باشه اتکش رو توضیح بده بعد چالش بده به شما که خودت انجامش بدی این لرن بای دوینگ خیلی چیز عجیبیه اصلا شما وقتی مثلا یه توتوریال میبینی کورس میبینی که بعد خود انجامش نمیدی من خودم که اینجوریم هم حداقل که تا فرداش دیگه یادم میره همه چیز ولی خب این لرن بای دوینگ که باشه دیگه مطالب تثبیت میشه یه دیگه و آره این حالا منیفست بود که حالا بتونید ببینید و بقیه چیزام همینطور پایین تراش خیلی چیز نداره لینک نداره بریم حالا قسمت های مختلف این ریپوزیتوری ها یه توضیح اندکی بدم اول قسمتش لبز لبز یعنی همون آزمایشگاهایی که هم میتونم باش حالا این فیلد رو شروع کنم و شروع کنم وقتی این رودمپ و تا یه بار رفتم و کلیتی از کار دستم اومد برم شروع کنم یه سری اپلیکیشن ملت ترایی کردم به صورت حالا اوپن سورس هم از اکثرشون حالا مثلا اکسپلویت می رو بریم توش یکی دیگه آره این طرف ماده یه سری اپلیکیشن برای حالا همین کار آموزشی تهیه کرده که گفته آقا این اپلیکیشن اینجاش باگ ای امنیتی داره تو برو توش ببین میتونی پیداش کنی اتک کن بهش دیتاشو در بیار مثلا و قسمت های مختلفی داره معمولا اینا آموزشاشون هم هست که چطورین اپلیکیشن مثلا مورد نفوذ قرار میگیره جمعه آموزشی دارن دیگه خیلی هم تدارشون زیاد و خوبه و شما میتونید تک تک اینا رو برید توش و حالا اون رایت اپاش رو بخونید ببینید که چطوری به این اپلیکیشن اتک کردن خیلی حتی یوتیوب هم فیلم هم هست که مرحله مرحله طرفش اتک میکنه و کامل متوجه میشید که چه من این آمادم لیست کردم که یکی خواست کارو رو شروع یه این نره بگرده و اینجا همش اینجاست دیگه هرچی هست من پیدا کردم اینجا. من میگم حالا بعدا قرار خودم یه جایی هم کار پیش رفته یه جایی هم مونده که یه همچین چیزایی طراحی بشه و روش میگم یک متنی باشه یک فیلمی باشه که بهش اتک میشه آموزش کامل بشه یه جورایی بعد این هر کدومشون هم یه جورایی کامل نیستن دیگه همه یه سکیوریتی انراد شامل نمیشن حالا میشه چهار پنجش رو ترکیب کرد با همه چیز در آورد بعدم دیگه قدیمی هم شدن یه سریاشون میگم دیگه احتیاج به یک چیز دیگه هست پس و آها اه این پایینش هم انوایرمنت شما برای اینکه یه محیط حالا پنتست و نفوذ به اپلیکیشن داشته باشید اومدن یه سری دیسترو لینوکس هم اینجا گذاشتن که ابزار همش توش آماده نصب خب اینا میتونید بردارید راحت استفاده کنید اینا هم حالا جالبه و بعدی رایت اپاس من حالا توی خودم که میخوندم و حالا اینا که جدیدا سرچ کردم و اینا لینک ها رو جمع میکردم که لینک هایی که خوب بود و یه جا بیارم اولیش توتوریالاست که حالا از صفر تا صد مثلا یه چیز رو توضیح میده توش خیلی جالبه مثلا این کار با فریدا رو کلا آموزش میده که داینامیک آنالیسیس چند تا پارت داره خیلی چیز خوبیه به برای شروع و اینا متنیه خلاصه اینا همش بعد بلاگایی که حالا توی انالیز سکیوریتی منتشر میشه من حالا همین الانم هم یه سری جاش آپدیت دارم میکنم و مارول انالیسیس هست این اینا واقعا خیلی مورد علاقه منه چون چیزای مربوط به حالا پک اندروید و حالا اینا چیزای جدید معمولا تو این ملورا میاد اول طرف یه حالا خلاقیتی میزنه یه حرکتی میزنه توی ملوه را پخش میکنه و این آنالیز این ملوه را خیلی به آدم دانش فنی اضافه میکنه که طرف یه حرکت یه زده اونجا میگه او این کارم میشده کرد پس خیلی اینا با بعد و حالا اینا یه آنالیز ها رو اینجا میذارم و چیزای دیگه سی تی اف هاست flag هاست که مسابقاتیه که باز این دوستان امنیتکار برگزار میکنن و ها میان حالا سی تی قسمت های مختلفی داره وب داره اندروید داره هم کریپتوگرافی داره چیزهای زیادی داره ولی خب بخشای اندرویدش رو من سعی کردم لیست کنم اینجا و شما بتونید اون سی تی اف مثلا انجام بدید خودتون یا رایت اپاشو بخونید متوجه بشید که اون سی تی اف دارن میکنن جنبه میگم جنبه آموزشی و مسابقه و اینجور چیزا داره وقتی مثلا یه سری سی تی اف خودتون حل کنید میتونید توی مسابقات سی تی هم شرکت کنید و اونم دیگه حال میده و یه سری رایت بای مربوط به باگ بانتی باگ بانتی هم که مثلا توی همون هکر و اینا به یه سری اجازه میدن که بگن که چطوری شد که من این باگ رو پیدا کردم و اینا به من مثلا اینقدر پول دادن خب دیتیل فنی شو من اینجا شروع کردم رفتم جلو اینا ولی خب اینا رو شما تا اون رودمپ رو یک سطحش رو تا آخر نخونده باشید کمتر متوجه میشید که اصلا چیه اینا چیه داستان اینا یکم باید خونده باشید اینا رو اینا ها لینک های خوبیه ها واقعا برای شروع و هر کدومشون من اتکا رو از هم جدا کردم سعیمو کردم در واقع آرسیاس ریموت کد اکزیکیوتیشن پس تراورسال سواد داره دیگه دارش من دارم میخونم همینطوری XSS مثلا CSRF حتی هست حالا یه سری بایپس های دیگه هم توی اندروید هست اینا رو من سعی لیست کنم و به نظرم میشه خیلی از اینا چیز یاد گرفت واقعا توی شروع خلاصه ریسورس اینا خیلی زیاده برای کسی که میخواد واقعا یاد بگیره الان توی اینترنت یه چیزی رو ولی خب میگم آدم خودش میخواد دیگه واقعا باید کوش ها و تلاشگر بود و آها یه سری کتاب ها من اینجا گذاشتم یه سری کسا خب حال نمیکنن که همینجوری برن تو اینترنت فیلم ببینن یا مثلا داکیومنت بخونن با کتاب حال میکنم میخوام بشنن یه کتاب سفت تا صد بخونن بگن خب آها من الان میفهمم اندروید چیه برای همین تست نفوذش من پیشنهاد میکنم برای شروع از mstg شروع کنید خب mstg این بچهای یه دونه کتاب توری دادن موبایل security testing گاید خب که توش جمع میکنه کار تقریبا پنتس کردن و دیگه میاد توضیح میده که آقا اصلا اندروید چطوری همون معماری رو توضیح میده معماری امنیتش رو توضیح میده میگه حالا من چه این استاتیک آنالیس داینامیک و اینا رو همه رو توش توضیح میده و بعد میره سراغ پنتست کردنش دیگه تک تک اون والنرابیلیتی ها رو میگه که چطوری هم میتونم بهش برسم کجا هست کجا پیدا میشه با چه ابزار هم میتونم بهش برسم کلی میاد توضیح میده من اینو خودم یا چون کامل خوندم توصیه میکنم به هر کسی که میخواد شروع کنه کارو چیز واقعا خوبیه آیو سکیوریتی هم داره اینجا آیو هم من خوندم و چیز به شدت عالیه برای شروع حداقل خیلی مفیده و هر کتابی هم حالا کتابای معروفه توی اندرو سکیوریتی این هند بوک هم هست و این کوک بوک هم معروفن نسبتا و چیز جالبی اگر که بیشتر با کتاب حال میکنید اینا خوبه و بعد حالا توی بحث همون گفتم دوتا شاخه میشه که امنیت اپلیکیشن که امنیت خود او اس اندروید و نمیدونم اون رام و اینجور چیزا این هم توی اینترنال های خود اندروید یه سری کتاب هست توی اینترنال های اندروید که میخوای بینید اون کف چه خبره چه اتفاقی داره میفته میکنه امنیتی های مثلا رام چطوریه رام وقتی میخواد بیاد بالا نمیدونم کی داره چکش میکنه ببین این رامه تغییر نکرده باشه دستکاری نشده باشه این جور چیزاست اینام جالب اینا من یک شیرجهی دوش رفتم یه مدتی باحاله و اینم مربوط به سکر کدینگ که امر ها اگر میخوان که سکر کدینگشون خوب بشه و کودایی بزنن که کمتر هک بشه لطفا که سکر کدینگ رو بخونن و استفاده کن و خب بریم بوکس هم که بهتون گفتم تقریبا یه سری کورس هم هستش که حالا اکثرش هم پولی کورس هایی که برای امنیت اندروید هست و از اینا میتونید خب قاعدتا استفاده کنید من خیلی پیدا نکردم با سرچ کردن خودم تا حالا کورس امنیت ندیدم حقیقتش و من سراغ تولز سراغ تولزامون تولزامون سه تا بخش چند تا بخشه سه تا بیشتر یه سوپر طولزه. که اون فریمورک خفناست که برای سرعت دادن به کارمون از این استفاده میکنیم معمولا یکی طول مراد به استاتیک آنالیسیس همون ایستا که گفتم فقط من یه فایل اپلیکیشن دارم میندازم تو این ابزارها ببینم که باید باشون چیکار کنم یکی هم حالا یه سری اسکنرهای خیلی اوتومیت خودش اپلیکیشن رو میگیره و شروع میکنه حتک کردم میگه حالا فلان جاها مثلا باگ هست یکی هم داینامیک که گفتم گوشی با در حال یعنی اپلیکیشن توی گوشی در حال اجراه و من اون موقع یه سری کارا میکنم که فریدا گل سرسبدش دیباگرا هستن انواع دیباگرا که بهتون گفتم داستانش چیه و اگر خواستم حالا نتورک کانالیز کنم مثلا برپ سویت اینجا هست با زب و بقیهشون هم حالا کاربردهای خاص خودش رو دارم که هم میتونم ترافیکی که از گوشی داره خارج میشه رو کنم بعد آها چیزایی که با فریدا ساخته شده این فریدا چون ابزار خیلی خفنیه روی این خیلی ابزارا اومدن یه سری کارهایی که من دوباره قرار رو فریدا انجام بدم و اتومات کردم واسه صفا کنیم دیگه و یه سری هم آنلاینه یه سری ابزارم هست مثلا امیدوارم هنوز فعال باشن اینا اینا آنلاین از شما فایل ای پی میگیرن براتون کلا آنالیزش میکنن یه سری چیزای فرینا بهتون میدن یا مثلا برای اون اوایلش یه آدم شاید خیلی نمیدونه چیزا رو میده چرا تو به این رو ببینه کلیت کار چیه مثلا چیه داستانش و اینا بهش میگن فاز ریکان دیگه ریکانسنس همون جمعاری اطلاعات خوبه اینا آدم اول از این ابزارهای آماده استفاده کنه به صورت کلی بدونه اپلیکیشن شامل چه چیزهایی هست یا این تولز آماده چه باگ هایی پیدا کردن بعد حالا خودش بره سراغ کار دستی و اینا که ارزشش بیشتره دیگه خب این هم از اینا اینا یه فایل میگیرن و شروع میکنن کار کردن و آها آه یه سری پلاگین و اینجور چیزا هم هست برای سی... حالا اونایی که انرو دیولوب میکنن میتونن اینا رو نصب کنن و اون حالا وارنینگ های امنیتی رو بهشون بده مثلا توی انرو دستیدیو انرو چکه ماله انرو دستیدیو فکر کنم چیزای جالبیه اینه بیشتر به درد خب اندروید دیولپر هم میخوره همه نمیخوره قسمت بعدی قسمت چیت چیت آها آه تولز و من این بگم این سوپر تولز ها حتی باید یکیشو از اینا رو بلد باشه آدم دیگه در حالا طولانی مدت تر حتما مثلا آرمس و موب, اف موب اس اف و آدم باید کار باشه بلد باشه ولی خب یه نکته هم که هست اینه که چون ابزار هنوز اونقدر رو بالغ نشدن یه سری وقتا خودشون به باگ میخورن باید هی چیز کرد باید هی استاپ کرد برنامه رو دوباره اجرا کرد ولی هنوز هم به شدت یه سری کارا رو چون اتومات برام انجام میده سرعت من رو توی اه اون اه حالا کارهایی که بر آنالیز دارم انجام میدم به شدت بالا میبره و خیلی مفیده اینا ولی خب من اگر بخوام دستی هی مثلا با ای پی کی تول و اینجور کار کنم هی hey, فریدا خودش رو اجرا کنم هی hey, سرعت من کم میشه ولی برای شروع حتما حتما از همین ابزارهایی که امکانات کمی دارن اون بیس کار حتما استفاده کنن چون بقیه دارن از همین استفاده میکنن با یه سری فیچرهای بیشتر خب این داستان تولزام بود و داستان چیت چیتا و چک لیستا که یه سری کامندا و اینا هست که آدم همش یادش میره یه سری چک لیستا و چی چی تا هست که میتونه کمک کنه هم دیگه مثلا این آب کدای دالوی که من میخوام کد پچ کنم مثلا من خودم همش یادم میره میام اینجا سری نگاه میکنم ببینم که این آب کداش هر کدوم داستانش چی بود یا مثلا ای دی بی مثلا دستور شدم یو یادش میره مثلا ای دی بی لاکت شما بزنی لاگای سیستم رو بهت میده یا مثلا ای دی بی پوش بزنی یه فایل رو میتونی بفرستی توی اندروید همین اینا یه جا همه رو جمع کرده رو هم دیگه این مثلا آب همون دلویک یا که اینا باز نمیدونم تلفظ کدومش درسته اوکی هم هست آره مثلا میگه نوب صفر صفر موو اینطوری توضیح داده اکسپلین کرده و اگزمپل هم داده دیگه آدم خیلی راحت میتونه ادامهش بده خودش و حالا چکلیست هایی برای پنتست تست من فرض مثلا یه اپم دادن ها رو باید روش تست کنم میام مثلا اینجا چکلیست ها رو نگاه میکنم دید. ولی خب اون ام اس اونجا هم هست چکلیستش اونم جواب واقعا و یه سری تاکام هم اینجا گذاشتم من یه سری کنفرانس های امنیتی که حالا راجع به امروید صحبت کردن رو من جدا کردم اینجا معمولا یه ویدیو دارن و اسلاید که بلک ها رو آوردم اکثرش بلک هات چیزای حالا دیپ اندرو سکیوریتی جدیده خیلی هم با حال آدم میمینه کلی دید جدید بهش اضافه میشه و خیلی خفن بعد هم یه سری چیزای دیگه هم اینجا آوردم حالا چیزایی که تو اون کتگوری قبلی جا نشده آوردم توی این آخری که دو تا چیز الان توش هست یه سری اینجا جای خیلی خوبی نیست خیلی یه سری ملورایی که تو این سایت اینترنت پخش شدن ای پی رو اینجا جمع کردن یه سری ملت شما میتونید تک تک اینا رو دانلود کنید و ازشون استفاده کنید برای آموزش یعنی خود ای هست من میتونم اینا رو در بیارم هی روش آنالیز کنم و تحلیلش کنم تا هی مکانیزم های بیشتری یاد بگیرم تکنیک های بیشتری یاد بگیرم ببینم که ملورا چجوری دارن کار میکنن حالا این بیشتر توی فاز ملور آنالیسیسه حالا این داستان شاید توی مثلا پنتست خیلی به در به دردتون نخوره خیلی ولی خب جالبه برای من که خیلی جالبه دومیشم خب این دیگه واقعا دارکه ملور فور یوز که البته ادویکیشن اور پرپس اونلی یه سری ملور یعنی ملور اوپن سورس یه سری نشستن و ملور دوستان توسعه دادن که بله دیگه کار رو انجام دادن دوستان شما میتونید اینم چون کداش اوپن سورس و هست بردارید ببینید که یه بدافزار اندرویدی چطوری داره کار میکنه دیگه و خب قاعدت هم میشه اینا رو کاستومش کرد و برای اهداف خیلی بد هم به کار برد ولی خب این کار رو نکنید اینا رو خودشون هم گفتن دیگه educational purpose onlyه سکا استار داره میتونید که رت دیگه رت چی بگم من یعنی کامل هم سینس سرورش هست هم خود ای هست یه سریاش یه پکیج کامل ملور هست دیگه خلاصه این هم از اینا بله این رافل رافل ایز remote access tool. و پنل هم به اون میدهد این استارش کمتر آره خلاصه اگر که مثلا اندروید دیولوپرید و دوست دارید بدونید که اپلیکیشن هایی که کارهای بد میکنن چطوری پیاده سازی شدن اینا جوابه میتونه بهتون کمک کنه که نمیدونم چه کمکی میتونه بکنه ولی خب اوکی. بریم خیلی این بحث رو بازش نکنیم تموم شد دیگه همینا بود الان کل این ریپازیتوری تو مشتتونه و میتونید خیلی راحت کارو شروع کنید هر جام که باز به کارتون اومد این ریپازیتوریه و کمکتون کرد اگر استار بدید که خیلی عالیه و هر جام که تونستید کمک کنید لینکاشو کامل کنیم حتما به من بگید پول ریکوست بزنید خوشحال میشم و امیدوارم که از این ارائه و فیلم و اینجور چیزا لذت برده باشید و تونسته باشم حداقل یه مسیری رو باز کنم براتون حالا اینا تجربیات من بود شاید درست نباشه خیلی ولی خب تجربیات یه نفر آدم میبینه اگر دوست داشته باشه میره جلو دوست داشته باشه نمیره دیگه anyway حالا دیگه کاری دیگه نمونده حالا من سعی میکنم که برای ارائه بعدی مثلا بریم یه دونه از همین ملورا رو که حالا تو ایران هم پخش شده بود و اینا رو یک بررسی بکنیم ببینیم که چیکار داره میکنه موفق باشید خدا نگهدار خداحافظ